نام کتاب قرآن سروده‌ای به سبک پارسی، نویسنده حسن عباسی، راوی ارجنگ رمضانی، ویرایش ساسان قره‌داغی، تاریخ تولید فروردین ماه سال 1397، موضوع تحقیقی تاریخی، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. audiobook.com پیشگفتار. خواننده عزیز، درود خدا بر تو باد. درود خدا بدین خاطر که بسیاری را گمان بر آن است که اگر ما قلمی انتقادی داریم، یعنی که خدا را هم نمی‌شناسیم، که این فکری باطل است، زیرا انسان بی شناخت خدا هرگز نمی‌تواند این گونه گستاخ و شجاع و نوپرداز و خلاق باشد. آنچه پیش روی شماست نتیجه 17 سال پژوهش و کنکاش می باشد. حدود 50,000 صفحه کتاب پارسی عربی را طی این سالها جهت شناخت بهتر قرآن و اسلام مطالعه و بررسی نمودم و آنچه در لابلای این نوشته از نگاه شما می گذرد اساره آن مطالعات و پژوهش هاست. می بایست تأکید کنم که تمامی منابعی که مورد استفاده قرار گرفته است پارسی یا عربی بوده است و هیچ کجا سندی و سخنی از علما و نویسندگان غیر اسلامی و غیر پارسی نقل نکردم و اکثر منابع مورد تایید علمای اسلامی به ویژه شیعی بوده است، چون قرآن پیامبر اسلام، نهج البلاغه علی، قرآن الهی قمشعی، قرآن عبدالمحمد آیتی، تفسیر نوین استاد محمد تقی شریعتی، تاریخ الکبیر طبری، الاتقان فی القرآن الکریم، الفهرست ابن الندیم، توضیح الملل شهرستانی، صحاح بخاری، تاریخ ابن هشام، ابن اسیر، تفسیر مجمع البیان، آثار سهروردی، آثار عین القضات همدانی، رسائل و شفای ابو علی سینا، اصول کافی شیخ کلینی، بهارالانوار مجلسی، پرتوی از قرآن طالقانی، فلسفه اسلامی، تاریخ ادبیات عربی و غیره. باری ای عزیز، به درستی آگاهم که انتشار این کتاب شورشی به پا خواهد نمود، چنانچه در پی چاپ اول و دوم شورش به پا نمود و بسیاری از باورها و تعصبات را خواهد لرزان که به درستی لرزان و گواه تحولات عمیق فکری در میان هموطنانمان در سراسر جهان بودیم و غیره. اما تنها خواهشی که از توی مهربان و از آنان که از این کتاب خواهند شنید و بدون اینکه آن را بخوانند و ببینند داوری ها خواهند کرد دارم، این است که بخوانید، اندیشه کنید و قبل از هر داوری و سخنی صفحه این نوشته را با تأمل بررسی کنید و بدانیم که باور اگر با دانش و علم باشد به مراتب بازدهی و کارکردش بسیار قویتر و سودمندتر خواهد بود تا باوری که کورکورانه و وراثتی و تقلیدی باشد و بی تحقیق و پژوهش از پدر به پسر رسیده باشد و از طرفی اگر خود فرصت و مجال تحقیق و بررسی مسائل دینی، تاریخی و فلسفی نداریم، از تلاش و زحمت دیگران که شبها را در این پژوهش‌ها به سپیده بردن بهره ببریم. در پایان این پیشگفتار یک بار دیگر تأکید می‌کنم که باور به خداوند بزرگ و اهورامزدای اهریمن‌ستیز و عرفان ایرانی یکی از گنجینه‌های تفکر پارسی است که ضرورت و نیاز و امید و آرزوی آدمی است. پس امیدوارم که با این نوشته نه اینکه خواننده باور و ایمانش سست نشود، بلکه تسکیه و تصفیه و تصحیح شود تا راه برایش در جهت شناخت بهتر هستی، خیشتن و خداوند گشوده شود و باورهای تقلیدی، جهلی، تعصبی و ناآگاهانه به باورهای خردمند و حقیقت و پژوهش یافته تبدیل شود. اسرار مگوف. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. در تاریخ نام بسیاری از انسانها که در پی کشف اسرار مگو به افشای آن پرداخته و با تزکیه بر خرد و دانش پرده از اسرار برداشتند و سر خیش بر باد دادند می درخشد. هرچند که تعداد این درخشش ها بسیار کم است و شاید در هر 100 سال و یا بیشتر
یک نفر چنین گستاخ پیدا شود تا پرده از اسرار مگو بگشاید و رازهای مگو را بازگو کند. امروز رازها و اسرار مگو به منافع استعمار نوین به طرز مرموزی پیوسته گشته است، به ویژه اینکه استعمار انواع بسیاری هم یافته است و استعمار کهنه انگلیس و روس و غیره امروز بسیار گسترده تر شده است. از جمله بازار اروپای نیمه متحد و رقابت‌های داخلی آنها، آمریکا، روس و چین و ژاپن و به ویژه اسرائیل که امروز نقش تعیین کننده‌ای در سیاست جهانی داشته و رقابت اسرائیل در بازار جهانی میان دو حزب لیکود و کارگر موجود است که این رقابت در درگیری‌های نظامی، تصفیه‌ای، سیاسی، اقتصادی جهان به ویژه منطقه خاورمیانه بی تأثیر نیست. به ویژه این که این اسرار مگو بیشتر به عقاید دیرین مذهبی حاکم بر جوامع و کشورها مربوط می شده است که ریشه اصلی مذاهب و ادیان هم اسرائیلی یهودی می باشد و متعصبین اسرائیلی هم بارها از عامل تصفیه و ترور برای حفظ تعصبات دینی و منافع جهانی خود استفاده نمودند که گواه بزرگان ترور اسحاق رابین بود، فردی که در گسترش تفکرات اسرائیلی و قتل عام فلسطینیان نقش مهمی داشت، اما در پایان به کبوتر صلح و آزادی تبدیل گشته و دست عرفات را فشرده و او را به فلسطین بازگرداند. این مسئله بسیار حساس و دقیق است که اگر فرقه‌ای نتواند در داخل خود یک مخالف را تحمل کند، به مراتب در دیگر کشورها و سرزمین‌ها هم نخواهد توانست تفکر انتقادی را بپذیرد. باری، خردمندان و دانشمندان را در طول تاریخ میتوان به سه دسته تقسیم کرد. یک، آنان که در پی کشف حقایق به ویژه حقایق دینی و رازهای پیامبران و متفکران شهامت افشا و پرده‌دری را نداشته و چون موشی به گوشه‌ای خزیده و با همیاری دیگر صاحبان قدرت به گونه‌ای به تحمیق جامعه ادامه داده و می‌دهند، ولی هر از چندی چکیده‌هایی از اسرار مگو را به شاگردان نزدیک خود به شرط اینکه برای عوام بازگویی نکنند منتقل نمودند. به عنوان نمونه میتوان از دانشمند بزرگ پارسی ابو علی سینا یاد کرد. دو، دسته دوم آنانند که پس از پی بردن به حقایق تاریخی جبهه خصمانه گرفته و به گونه‌ای با مسائل برخورد تند و حساب نشده ای انجام دادند که متاسفانه پیامشان در اقیانوس جهل توده‌های ناآگاه گم گشته است و خود آنان را نیز حاصلی پدید نیامده است و علی‌رغم اینکه در کار و کردارشان صداقت داشته و هدفشان روشن نمودن افکار مردم بوده است، اما شیوه برخوردشان چون خیلی تند و بی مقدمه بوده است نتیجه مطلوبی نداشته. از دانشمندان و خردمندانی که سعی در بیداری مردم و افشای جهل آفرینان داشتند اما تندرو و شتاب زده عمل نمودند، میتوان از خردمند بزرگ پارسی شادروان احمد کسروی یاد کرد. کو محرم راز تا بگویم یک دم، که از اول کار خود چه بوده است آدم. سومین گروه خردمندان و دانش‌پژوهانی هستند که در پی کشف حقایق هستی و ادیان و مذاهب پرده از اسرار مگو بر می کشند، اما با شیوه و متدی ویژه، یعنی در سنگر تفکر سنتی حاکم بر جامعه می مانند، اما آرام آرام و با استفاده از هنر شعر و روایت تاریخ و غیره پرده دری نموده و حقایق هستی را بیان می کنند. این گونه خردمندان در تاریخ بیش از همه قربانی تلاش و سعی خیش گشتند و اکثراً سر خود را به باد دادند. منظور و مقصود ما نیز همین دسته سوم است و شیوه هایی که هر یک در جهت بیان راستی و درستی به کار گرفتند. البته با ماندن در سنگر تفکر حاکم بر جامعه از این دسته و گروه میتوان نام های بسیاری برشمرد، از ابن مقفع و قیام شعوبیه و اخوان الصفا گرفته تا قرامته و ناصر خسرو قبادیانی، حسن صباح، حلاج، مولانا، فردوسی، حافظ، خیام، عین الغزات، سهروردی. هر یک از این خردمندان و گروه ها شیوه ها و سبک خاصی را برای افشای اسرار مگو برگزیدند. یادآوری این نکته ضروری است که هدف ما از علما و اسرار و ناگفته ها به دین و به ویژه اسلام و ملیت ایرانی مربوط می شود و هدف از این نوشته بازگویی اسراری است از اسلام، قرآن و رهبران آن، و این اسرار مگو بیشک شنیدنش و خواندن و آگاهی یافتنش
برای بسیاری سخت و دشوار خواهد بود و چه بسا که ایمانهایی را بلرزاند و باورمندانی را به خشم آورد. نسل قدیم که پدران و مادران و مادر بزرگان و پدر بزرگان ما هستند، چون از کار سیاست و اجتماع و جهان بازنشسته شده و یا خواهند شد، شاید بسیارشان در طول زندگی و تحصیل خود به رازهایی پی برده باشند، هرچند شجاعت بیان و ابراز آن را هم حتی برای نزدیکان خود نداشته و ندارند. اما نسل جوان و خردمند پارسی در هر جایگاهی که باشد از حیث خانوادگی طبقاتی باید که در این نوشتار تأمل و تعمق و پژوهش نماید و آنچه را که می آموزد کاملتر نموده و به دیگران منتقل نماید. شاید که هنگامه دیگر میهن ما و مردم ما بتوانند دریچه دیگر به بیداری و خردگرایی بگشایند. نکته دیگری که در ابتدای این نوشته باید یادآوری شود این که من سالیان سال برای نوشتن این اسرار مگو صبر کردم. در ده ها مقاله و کتاب و سخنرانی و بحث به گونه های مجمل و محتاطانه و با مقدمه مسائل را مطرح نمودم که آن طرح ها نیز به نوبه خود شورشگر و پرده در بود در رابطه با اسراری که کمتر شنیده شده بود. اما اینک که زمان پیشتر رفته است و شرایط مساعدتر گردیده است، یقین یافتم که تر این اسرار مگو هرچند سر عین القضات ها و حلاج ها و حافظ ها و سباها را به باد داد، اما دیگر بار ضروری است که نسبت به شرایط کنونی جهان اسلام و به ویژه سرزمین ما ایران مطرح شود. گروه خردمندان و دانشپژوهان اسلامی که تماما پارسی بودند و از همان لحظه های اول شکل‌گیری اسلام تلاش خود را شروع کردند بسیارانند. سلمان پارسی که بعداً از او بهتر یاد خواهیم کرد، در جهت بیان اسرار مگوی که تازیان سعی در پوشاندن آن داشتند نقش مؤثر داشت و همو یکی از پایه‌گذاران حزب تشیع است در برابر حملات و هجوم‌های تازیان به ایران. شعوبیه و یا حزب ناسیونالیست ایران که یک قرن بعد از اسلام در سراتاسر جهان اسلام رشد کرد نیز جماعتی است که با تفکر به کار جمعی و تشکیلاتی و سازمان یافته با شعر و سخنوری به افشای اسرار مگو پرداختند. تاریخ نویسان خردگرای بسیاری هستند که با نوشتن تاریخ سعی نمودند که اسرار مگویی را در گزارش تاریخی خود بیاورند، چون طبری و سیوطی. خردمندان دیگری چون بابک خرمدین، قرامته و حسن صباح نیز از زمره آنانی بودند که جنگ مسلحانه را علیه هجوم تازیان سامان دادند. اخوان الصفا نیز که آنان را میتوان پدر فکری تمامی نهضت‌های روشنگرانه و خردگرا و مسلحانه ایران نامید، نقشی مهم و اساسی در افشای اسرار مگو و بازگویی حقایق داشتند. شخصیت‌های چون ناصر خسرو، مولوی، حافظ و عمر خیام نیز در تلاش بودند تا با شعر و هنر شاعری تا آنجایی که میتوانند از اسرار مگو برای روشنگری آنان که درک و فهم دارند بازگویند. اسرار مگو چیست؟ و اما واقعا اسرار مگو چیست؟ و در این نوشته پرده از چه چیزهایی برخواهیم داشت؟ پیش از همه از پیدایش اسلام و چگونگی آن و تدوین قرآن و شخصیت واقعی حضرت محمد و غیره سخن خواهیم گفت. هرچند در نوشته های دیگر چون اجتهاد، نوپردازی در اندیشه و دینداری و خردگرایی و از میترا تا محمد، اسرار بسیاری از ناگفته های دین، قرآن، پیامبر، عصمت، معجزه، جبرائیل، وحی و مشاوران حضرت محمد گفته ایم. اما اینک در پناه کشف نوینی که عنوان همین کتاب شده است، به حقایق جدیدی دست خواهیم یافت. کشف جدید تیتر همین کتاب است. اما بخش بزرگی از این کتاب ثمره سالها تحقیق و مطالعه می باشد که هزاران هزار ورق را خوانده، ترجمه نموده و تحقیق و پژوهش نمودم و بسیاری از موضوعات را از سال 1355 به بعد با بسیاری از علمای اسلامی بحث کردم که هر یک به گونه ای از تداوم بحثا تفره رفتند و برای ثبت در تاریخ به ذکر چند نام بسنده می کنم. بخشایی از این نوشته را قبل از انقلاب 57 تا 59 و 60 با افرادی چون خمینی، سید علی خامنه‌ای، هاشمی نژاد، مرتضی مطهری و غیره بحث کردم. آقای علی خامنه‌ای از جمله معدود کسانی بود که در آن هنگامه بخشی از اسرار مگو را تایید می‌کرد و در درس‌ها و بحث‌هایش در مسجد کرامت مشهد و یا در نشست‌های خصوصی بر گفتن اسرار مگو باور داشت. منتها می‌گفت حالا موقعش نیست و نمی‌دانم که آیا امروز که بر کرسی قدرت بزرگترین کشور اسلامی تکیه زده و
و بر جایگاه کروش و فریدون نشسته است چه باوری دارد و چه بهانه‌ای میتواند داشته باشد برای نگفتن اسرار مگو، خصوصا وقتی که در ایران شهر تبعید بود. دیگر ملایان او را به بابی و الحاد متهم کردند به خاطر گفتارش. البته ذکر این مسئله ضروری است که من در این نوشته هیچ حرف و یا سخنی من در آوردنی نخواهم زد و استناد من به کتاب‌ها و نوشته‌هایی خواهد بود که هیچ کس در صحت آن نمی‌تواند شک کند، به ویژه اینکه این کتاب‌ها حتی در همین نظام جمهوری اسلامی در ایران چاپ شده است و هر وقت من نقل قول کنم از آنها خواهد بود و سخنی از آمریکا و اسرائیل و یهودیان و مسیحیان و بابیان و بیدینان و غیره را جهت اثبات گفته‌هایم به گواه نخواهم آورد، بلکه گواه من از کتاب‌هایی است که همگی مورد تایید علمای اسلام بوده و هست و توسط خود علمای اسلامی نوشته شده است و از سوی برای اولین بار من رفرنس هر مطلبی را نه در آخر کتاب بلکه در پایان همان مطلب نقل شده می آورم. صفحه 4 زکاوت و کیاست پیامبر اسلام. چنانچه در کتاب از میترا تا محمد که 10 سال پیش منتشر شد نوشتیم، فکر توحید و یک خداوندی و خلاصه وحدت خداوندان قبل از قیام پیامبر اسلام در شبه جزیره عربی، شام و یمن وجود داشت. هرچند این تفکر سالها بود که بر ایران حاکم بود و حتی زرتشت با نفی دیوا که خداوندان پراکنده‌ای بودند و معرفی اهور و مزدا به خداوندان وحدت داده بود و آن را در برابر اهریمن مقتدرتر و تواناتر ساخته بود. جالب است بدانیم که الله حضرت محمد الهه است با حرف تعریف الف و لام و دیو که در زبان لاتین و اروپایی دی آی یو ای گفته می شود و به معنی خداست، همان خدا در میان مردم معنا می داده است. و کاری که زرتشت می کند نفی خدایان دیروز است، یعنی دیوها، و تثبیت خداوند خودش اهورامزدا توانای دانا، یعنی اساس وحدت بخشیدن به خداوندان آله، تفکری است که از پارس به یمن و شبه جزیره عربی رفته است و حتی الله حضرت محمد قبل از او وجود داشته است، زیرا که نام پدرش عبدالله بوده است، بنده و برده خدا. و کلن برای اعراب در کنار تمامی بت‌هایشان و برتر از همه آنها خدایی بود که آفریدگار جهانش می‌خواندند به نام الله. الله را دست نایافتنی و دور از خود می‌پنداشتند و به جای او به آنچه نزدیک و محسوس بود از قوای طبیعت پناه می‌جستند. اعتقاد به الله جدا در میان اعراب اعتقاد دیرینه است. تاریخ ادبیات زبان عربی. اما پیامبر اسلام با ذکاوت و کیاست و کمک آنچه خواهیم گفت و برخواهیم شمرد توانست رهبری انقلاب توحیدی زمان خودش را که اساس آن تقلید از پارس بود را به دست بگیرد. قرآن سروده‌ای به سبک پارسی. آنچه معجزه حضرت محمد خوانده شد کتاب و کلام او بود، یعنی کلامی که 20 سال پس از مرگش گردآوری گشته و قرآن یا کتاب خواندنی نامیده شد. می‌دانیم که خردمندان برای پذیرفتن دانش و علم نوین نیازمند دلیل و برهان هستند، اما توده‌های مردم پژوهش و دانایی بسیار ندارند، زیرا که تمامی روز را در پی کار و کوشش و پرداختن به شغل و حرفه خود هستند و زمانی و فرصتی برای آنها نمی‌مانند که بروند تحقیق و مطالعه و پژوهش کنند در لابلای خروارها کتاب. پس توده مردم از هر پیامبری نیازمند معجزه است و حتی وقتی که پیامبر هم نیست، به یاد او به برکت گورستان او در قرنها پس از او در پی معجزه و شفا جستن از گورها و نامهاست. پس یک پیامبر زیرک و دانا قبل از هر چیز باید که معجزه‌ای بنمایاند و چنانچه می‌دانیم معجزه پیامبر اسلام کلام اوست که به نام کلام وحی و قرآن مشهور است. کلام حضرت محمد یعنی قرآن به ویژه آیات مکی به سبک و شیوهی سروده شده که در تاریخ شعر تازی و سخنوری تازیان بی نظیر بوده است. در آن دوران یا قصیده یا غزل یا رباعی و غیره بوده است که همواره دارای وزن بوده است، اما شعر پارسی چنانچه از گادهای زرتشت برمی آید بی قافیه اما زیبا بوده است، مثلا چون شعرهای نو این روزها. سروده های پارسی قبل از اسلام یا خسروانی بوده و یا ترانه و یا سخنی به گونه شعر نو که نه نظم نظم بوده و نه نثر نثر بوده است. پیامبر اسلام برای آفرینش دین جدید
از سبک شعر پارسی به ویژه سروده های دینی بهره می برد. جدا از این که کلمات پهلوی پارسی فراوانی در قرآن به کار رفته است، چندین آیه قرآن ترجمه اوستاست به زبان تازی. آیاتی از قرآن ترجمه گاتهای اوستاست. علی‌رغم این که بسیاری از سمبول‌ها و کاراکترهای قرآنی در آیین کهن پارسی موجود است، ترجمه هایی از گاتهای اوستا را نیز در قرآن می‌یابیم. آنگاه که تو در آغاز جهان روان ما را آفریدی و از منش خیش به ما خرد بخشیدی، آنگاه که جهان در کالبد ما دمیدی. اوستا. فَإِذَا صُبِتَهُ فَنَفَخَتْ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ. سزای آن کس که دروغ پرست ناپاک را به اربابی برساند چیست؟ اوستا. یا خدون اربابا من دون الله. قرآن. پادفره آن بدکنشی که مایه زندگی خیش را جز به آزار کشاورزان درست کردار و چهارپایان به دست نیاورد چیست؟ اوستا. یا کلون و اموال الناس بالباطل. قرآن. مسئله بسیار جالبتر جمله زیبای به نام خداوند بخشنده مهربان می باشد که به عنوان ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم قرنهاست که مورد استفاده ماست. جمله ای که در آیین زرتشت در ابتدای هر نمازی می آمده و تا به امروز می آید دقیقا چنین بوده است. به نام ایزد بخشاینده بخشایشگر. مسئله دیگری که شاید مورد اختلاف در ترجمه این جمله باشد می تواند کلمه الله و ایزد باشد، زیرا الله همان اله به معنای بت می باشد که حرف تعریف الف و لام را گرفته است و هنگامی که پیامبر اسلام الله را به جای اله به کار می برد منظورش وحدت آفرینی در بت‌ها، اله‌ها و الهه‌ها می باشد. این اندیشه وحدت در بت‌ها نیز دقیقاً برگرفته از شیوه زرتشت می باشد، زیرا پیش از پیدایش زرتشت آیین یکتاپرستی میترا به پرستش ارباب انواع تبدیل شده بود و آریاییان خدایان بسیاری را به نام دیو پرستش می نمودند. دیو یا D-I-E-U همان دیو در زبان لاتین و فرانسه است که امروز هم به عنوان خداوند به کار می رود. هندیان نیز که با ایرانیان هم نژاد هستند، خدایانشان از شیوا که یک تاپرستی بوده به ده‌ها رسید و تا به امروز به نام دیو از آنها یاد می کنند. زرتشت اهورا که خداوند دانایی و دانش و علم بود را با میترا که در طول زمان به مهر و مزدا تبدیل شده بود و خداوند دوستی، قدرت، توانایی، مهر، همبستگی و پیمان بود را با هم آمیزش داده و وحدت خدایان را با تبلیغ اهورا مزدا، یزدان یکتای آریاییان شعار خود قرار داده و با این شعار به ستیز دیگر دیوها و خدایان رفت. پیامبر اسلام هم اولین شعار خود را با وحدت در میان خدایان که در شبه جزیره جاهلی عرب با عنوان بت و الله شناخته شده بود شروع نمود و حتی شعارهای اولیه دیگر او نیز اقتباس کامل از زرتشت بود، مانند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله که دقیقا ترجمه نیایش زرتشتیان می باشد. من اقرار دارم و استوارم بدین مزدیسنی که مخالف دیو فرستی است و زرتشت آورنده این کیش اهورایی است. محمد پیامبر اسلام یا جبرئیل. حبیب من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد معلم شد. اما باید دید که آیا پیامبر اسلام یک شب ذوق شاعری آن هم شعر پارسی در او حلول کرد یا اینکه چنانچه در تاریخ اسلام آمده و همه علما از هر سه دسته و فرقه و مذهب بدان معترفند در پی شب زنده‌داری هایش در غار حرا به آن نائل آمده است. به خوبی می‌دانیم که حضرت محمد شب‌های بسیاری را تنهای تنها به کو می‌رفته و سپید دم و یا روز دیگر باز می‌گشته و در پی یکی از همین بازگشتا بوده است که تب کرده و چند روز در رخت خواب خوابیده است و پس از آن که از جای برخواسته است اولین سروده اش را سروده است، یا ایها المدثر قم فانظر. اما اسرار مگوی تنهایی های حضرت محمد در کوه چه بوده است؟
بیش از هر چیز یادآوری این نکته ضروری است که من مخالف عرفان و تمرکز فکر و خلوتگزینی و دست یافتن به غیر ممکن با کمک روان پاک نیستم، بلکه خود و خانواده هم از دیرباز از عاشقان عرفان بوده و هستیم و به آن نیز باور داریم. اما هر حرکتی را محرکی است و هر شناختی را معلمی است و هر مولوی را شمس تبریزی است و می دانیم که مولوی سالیان سال قاضی القضات شهر قنیه بود و هرگز شعری نسروده بود و حالتی از عرفان به خود نگرفته بود تا اینکه با پیر جنده پوشی به نام شمس تبریزی آشنا می شود و اوست که تحول در روان و اندیشه مولوی پدید می آورد و مولوی از 35 سالگی سرودن را شروع می کند و آن دریای گوهربار را می سراید و گویی سروده هایش چون چشمه ایست که بی شمس هم دیگر می جوشد. اما شمس حضرت محمدی که خود شمس میلیون ها می شود کیست؟ فردی پارسی که مورخان با نام های بسیاری از او یاد کردند و ما روزبهانش می گوییم. در پی رخدادهای بسیاری برده یک تازی می شود و از مکه سر در آورده و با حضرت محمد آشنا می شود. روزبهان خردمند و دانشپژوهی است که تمامی ادیان پارسی را خوب می شناسد. به تمامی آن ادیان خدمت نموده است. هنگامه ای زرتشتی و موبد بوده است. از آتشکده گریخته و مانوی و مزدکی شده است. پس از قتل عام مزدکیان در ایران، او که یکی از رهبران فکری مزدکیان بوده است، از ایران گریخته و به کلیسا و مسیحیت پناه برده است و پس از چندی در شام و یا عراق قربانی جنگی شده و به تزویر یک یهودی یا یک تازی اسیر جنگی شده است. اسیر جنگی آن دوران همان برده بوده است و بس و در بازارهای برده فروشی خرید و فروش شده تا سر از مکه در آورده است. روزبهان در مکه یکی از قدیمی ترین بردگان بوده است و کارش نه گلکشی و شتربانی برای ارباب که نگاشتن و ترجمه و تدریس بوده است و در همین کلاس‌های درس است که با محمد آشنا می شود. روزبهان تاریخ و اوضاع سیاسی زمان خود را خوب می شناسد. می داند که در ایران در پی قتل عام‌های داخلی اساس قدرت شاه سست است. تازیان را می بیند که قریشیان در جنگ قبائلی و رقابت کعبه داری و نشاندن بت‌ها در چپ و راست و پشت روی کعبه رو به نابودی می روند. روزبهان خوب می داند که اگر جمعی دانا و خردمند و سرمایه‌دار با حمایت چند ریش سفید پیامی نوین را شعار دهند، بیاور نخواهند ماند. روزبهان با رئیس کلیسای شام بحیرا و نماینده او نوفل در مکه رابطه خود را حفظ کرده است. بحیرا رئیس کلیسای شام مدت‌ها پیش در پی آشنایی با حضرت محمد به وی نوید پیامبری را داده است. از طرفی نوفل که فامیل خدیجه است پیر است و در حال رفتن و مدتی است که از مرکز شام دستور آمده تا کسی را به جای خود معرفی کند. بحیرا رئیس کلیسای بصری واقع در شام در طی سفرهای حضرت محمد به شام بارها و بارها با او سخن گفته بود و او را بهترین جایگزین برای نوفل و داناترین نماینده خود در مکه تشخیص داده بود و حتی این را به دیگر قریشیان گفته بود. حضرت محمد به همراه ابو طالب با کاروان قریش به تجارت سوی شام می رفت. کاروان به بصره شام رسید و راهبی بحیرا نام که مردی دانشور و نصرانی بود و پیوسته در صومعه راهبی بوده که همگی علم خیش را از کتابی به ارث می برد. او با محمد آشنا می شود و آن کتاب را به او می دهد و به او می گوید این را به دیار خیش ببر. تاریخ طبری صفحه 830. نام کتاب قرآن سروده‌ای به سبک پارسی، بخش دوم، نویسنده حسن عباسی، راوی ارجنگ رمضانی، ویرایش ساسان قره‌داغی، تاریخ تولید فروردین ماه سال 1397، تعداد صفحات 28 صفحه، موضوع تحقیق تاریخی، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. از آن پس بحیرا به نمایندگان خود در مکه و مدینه دستور داد تا حضرت محمد را گرامی بدارند و او را بیاموزانند. در رابطه با رقابت سختی که بین دو دین توحیدی یهودی و مسیحی بود،
مسیحیان سعی داشتند که تا می توانند در این رقابت برتری خود را حفظ کنند. پس از بازگشت اول حضرت محمد از شام و سفارش بحیرا، ورقت ابن نوفل که یکی از رهبران بزرگ مسیحیت در شبه جزیره عربی بود و خدیجه برادرزاده وی بود، تلاش کرد تا کاروانداری خدیجه به محمد سپرده شود و خدیجه چنان کرد. بدین گونه حضرت محمد فرصت بیشتری یافت تا هر از چندی به شام سفر کرده و بیشتر از نزدیک با بحیرا در تماس باشد. چون آغاز حرکت پیامبر اسلام بدون پشتوانی مالی میسر نبود و حضرت محمد امانتداری و صداقت خود را به خدیجه ثابت کرده بود، در پی پیشنهاد عموی خدیجه، حضرت محمد 25 ساله با خدیجه 40 ساله ازدواج نمود. حضرت محمد وقتی اولین پیام خود را بر خدیجه خواند، خدیجه متعجب شد. خدیجه خطاب به حضرت محمد: کجا بودی که فرستادگان خیش را به جستجوی تو روانه کردم و سوی مکه آمدند و بازگشتند؟ پیامبر اسلام گفت: به شاعری یا جنون افتادم. خدیجه گفت: تو را به خدا می سپارم که خدا با تو چنین نمی کند. تاریخ طبری صفحه 849. حضرت محمد در همین هنگام به خدیجه می گوید که به پیامبری مبعوث شده است و سوره یا ایها المدثر را برایش می خواند. خدیجه که بیش از 55 سال دارد شگفت زده می شود و دست حضرت محمد را گرفته نزد عموزادش ورقت ابن نوفل می برد. ورقه نیز پیامبری حضرت محمد را برای خدیجه تأیید می کند. ورقه: به خدایی که جان من به فرمان اوست، تو پیامبر این امتی. تو را تکذیب کنند و آزار کنند و از دیار خیش بیرون کنند و با تو جنگ کنند و اگر من زنده باشم خدا را یاری می کنم. تاریخ طبری صفحه 850. پس از اینکه ورقه پیامبر اسلام را تأیید می کند و ضمناً خطرهای آینده را به او یادآوری می کند، خدیجه متمول‌ترین زن مکه اولین کسی است که از شوهرش حمایت می کند. از جمله رهبران مسیحی دیگر که از حضرت محمد حمایت کرده و برایش تبلیغ نمودند، عمرو بن نوفل بود. اما در رابطه با شخصیت و موقعیت و توانایی پیامبر اسلام برای امر پیامبری، بایستی دانست که او از هر حیث دارای امکان برخورداری از این موهبت بود. یک، از نظر قبیله‌ای از قریش بود که برترین قبیله تازیان بود، زیرا که اداره کعبه در اختیار آنان بود. دو، از نظر خانوادگی نیاکانش تماماً از پردهداران و کلیدداران بتخانه کعبه بودند. سه، از نظر مالی در پی ازدواج با خدیجه یکی از بزرگترین ثروتمندان دوران خیش می باشد. چهار، از نظر ذکاوت و کیاست نسبت به تمامی افراد قبیلهش جوانتر و انقلابی تر فکر می کند. پنج، از نظر شخصیت و تیپ مردی است خوش اندام و خوش سخن و مردمدار. باری در پی حمایت ها و آموزش ها و تحقیقات نقش اصلی و سری کار به عهده سلمان پارسی بوده است و به همین خاطر است که سروده های حضرت محمد به سبک پارسی آغاز می شود و علی‌رغم آنچه در تاریخ گفته شده است، در رابطه با کلام های حضرت محمد توسط علمای دست اول که کار حضرت محمد شاعری نبوده است، ما در صفحات پیشین دیدیم که در پی اولین گویش حضرت محمد برای خدیجه، خود حضرت محمد می گوید که شاعر شده است و یا مجنون. نکته دیگر این که در جاهلیت عرب که همان هنگامه شکوفایی ادبی و شاعری عرب بوده است، مردمان را باور چنان بوده است که هر شاعری را شیطانی است که آن شیطان به او شعر می گوید. اما در گویش محمد آورنده سروده جبرائیل خوانده می شود که واژه‌ای است عبری، یعنی فرستاده خدا، و این پرسش مهم پیش می آید که چگونه است که خدا فرستاده‌ای دارد برای فرستادهش، یعنی پیامبری برای پیامبرش. اما برای روشن شدن اذهان و بیان اینکه برخی شک و شبهه از اذهان بیرون بیاید، به یک آیه قرآن اشاره می‌کنیم که در پی شایعات فراوان مردم قرائت شده بود که مفهوم آن این بود: به درستی می‌دانیم که می‌گویند بشری حضرت محمد را آموزش می‌دهد که زبانش فارسی یا عجمی است. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه عجمي.
سوره 16 آیه 103. سخنی است از حضرت محمد که بارها به چشم و گوش همه آمده است. اگر آنچه سلمان یا روزبهان پارسی می داند، ابوذر می دانست، کافر می شد. این سخن پس از قرنها می تواند همچنان معتبر باشد، زیرا این روزها و دیروزها مؤمنان و باورمندان بسیاری بودند که بر اساس کم بودن وسعت فکریشان نمی توانستند اسرار مگو را بشنوند و چه ابوذرهایی که جان و مالشان را برای فکر می دهند و رهبران بهره های خود را می برند. و این سخن پیامبر اسلام در رابطه با فهم سلمان و ابوذر می تواند گواه همیشه تاریخ و بهترین سند کلی سخنان ما باشد برای کسانی که توانایی شنیدن حق را ندارند. به درستی پیدا نیست که از چه هنگامی روزبهان پارسی را سلمان خواندند، اما آنچه از این نام پیداست اینکه سلمان که با مسلمان فرق چندانی ندارد، بار بزرگی از نظر معنا دارد و اسلام و مسلمان و سلمان هر سه از یک خانواده اند و بی جهت نیست که تا حرکت حضرت محمد پا می گیرد و قدری توان پیدا می کند، اولین کاری که انجام می دهد خریدن سلمان یا روزبان فارسی است از صاحب او با بهای نجومی و غیر قابل تصور. سلمان از بردگی به بهای 360 نهال نخل و 40 اوقیه طلا باز خریده شد و برای پرداخت این فدیه همکیشان جدیدش با یکدیگر شرکت کردند و این گونه است که سروده های حضرت محمد با آن زیبایی جاودانه شروع می شود که هیچ شباهتی نه به قصیده دارد و نه غزل است و نه رباعی و نه غیره. آنچنان کلمات زیبا و شگفت انگیز است و با کلمات کوتاه معانی بزرگ و بسیاری مفهوم می شود که بسیاری از شخصیت های بزرگ قریش فقط با شنیدن کلام حضرت محمد اسلام می آورند و سخن حضرت محمد می شود معجزه پیامبری او. بدین سان چون کلام پیامبر اسلام با آنچه در جاهلی مرسوم بود متفاوت بود، معجزه تلقی شد. حضرت محمد کتابش را به نامی خواند مخالف نامهایی که عرب بر سخنان خود می نهاد. تمام کتابش را قرآن نامید، چنان که عرب مجموع کتاب خود را دیوان می خواند و قسمتی از آن را سوره نامید، چنان که تازیان قصیده می گفتند و بخشی از آن را آیه خواند به جای بیت و آخرش را فاصله داد مانند قافیه. الادخان صفحه 180. صفحه 7. اولین جبرائیل که بود؟ بیشک در پی بررسی و مطالعات دقیق تاریخ و بر اساس سخن خود قرآن، سوره 16 آیه 103 که در صفحات قبل آمد، اولین کسی که سرودن به سبک پارسی اما به زبان عربی را به حضرت محمد آموخت، روزبهان پارسی بود که بعداً نام سلمان را به خود گرفت. در هنگامه جاهلیت رسم بر آن بود که افراد مؤمن و معتقد و آنان که ضمیری پاک داشتند به مدت یک ماه در سال در غار حرا بس می‌نشستند و در این هنگامه بسیاری از بردگان و توحیدستان هم در کنار متوولین و ثروتمندان در غار دیده می‌شدند. و بیشک در همین هنگامه های یک ماه در سال بوده است که روزبهان سرودن به سبک پارسی را به محمد پیامبر اسلام آموخته است. پیامبر هر سال یک ماه در حرا به عبادت می نشست و این جزو رسوم قریش بود که در جاهلیت داشتند و در آن ماه که در حرا بود هر کس از مستمندان و بردگان پیش وی می رفت به او طعام می داد و چون ماه به سر می رسید سوی کعبه می رفت و پس از طواف کعبه که در آن زمان بتخانه بود به خانه باز میگشت. تاریخ طبری صفحه 848. در همین شب زنده‌داری‌های حرا سلمان دانش‌های بسیاری را به حضرت محمد منتقل می‌کرده است. بدین رو در تاریخ اسلام و قرآن نشانه‌های بارزی از اندیشه‌های پارسی سلمان به چشم می‌خورد، از جمله تأیید دین مزدایی پارسی در قرآن. و هرچند ادیان پارسی و مزدایی دین ابراهیمی نبوده است و از تفکرات سامی و تازی به دور بوده است، اما با تایید دین پارسی در قرآن اولا از قتل عام بیش از حد پارسیان جلوگیری شد، ثانیاً آیین پارسی توانست زنده بماند و آیین ستاره پرستی نیز در کنار ادیان اسلام، مسیحی، یهودی و زرتشتی تایید شده قرآن است. ان الذين امنوا والذين هادوا والصائبين والنصارى والمجوس، آنان که ایمان آوردند و کسانی که به یهود گرویدند و صائبین و مسیحیان و زرتشتیان،
و بارها پیامبر اسلام گفته بود که سلمان از خانواده ما و از ماست، یعنی همیشه حساب او را از دیگران جدا میکرد و قدر و منزلتی خاص برایش قائل بود، چنانچه خلفا نیز همواره وی را مورد مشورت قرار میدادند. اما در پی هجوم بیرحمانه تازیان به ایران، سلمان از قدرت سیاسی اسلام کنارگیری کرده و در تیسفون و مدائن منزوی شد و حرکت انقلابی تشیع علوی را در برابر اسلام اموی سازمان داد. قبلا در نوشته‌های دیگر از تأثیرات عمیق آیین پارسی در اسلام سخن گفته ایم و در جاهایی در قرآن نیز به وضوح می‌بینیم که آموزش یافتن پیامبر اسلام توسط دیگران بر سر زبان‌ها بوده و حتی در خود قرآن آمده است. ولیقولو درست آیه 105 سوره انعام می‌گویند که اینها را درس خوانده اید. کعبه قبل از اسلام بتخانه اعراب بود. به خوبی می‌دانیم که کعبه جایگاه بت‌های اعراب بود و هنگامی که اعراب طواف کعبه می‌کردند برای شفاعت‌جویی از بت‌ها بود. نخستین کسی که در آن خانه یعنی کعبه بت‌ها را نهاد عمرو بن لهی بود. پس از آنکه سرور قوم خود شد به شهر بلقا رفت و مردمی را دید که بت‌ها را می‌پرستیدند. بوتی از بوتهای ایشان را خواست، به او حبل را دادند، به مکه آورد و در کعبه جای داد و با آصاف و نائله به شکل زن و شوهر بودند و مردم را به ستایش و نیایش آنها دعوت کرد. توضیح الملل صفحه 375. کعبه بوتخانه اکثر اعراب شبه جزیره بود که هر قومی بوتی در داخل و یا در بیرون آن برای پرستش نهاده بود. لات را قبیله سقیف که در طائف ساکن بودند پرستش می‌کردند و عزا را قریش و منات را قبیله اوس و خزرج و غسان و حبل که اعظم بتان بود و در ظهر کعبه جای آن را مقرر داشتند. توضیح الملل صفحه 386. یادآوری دو نکته ضروری است. اول اینکه حبل چون بزرگترین بت کعبه بود بر تمامی بت‌های دیگر از نظر هیکل و تاریخ تقدم داشت، به نام الله نیز خوانده می‌شد و از سوی پدر حضرت محمد که پرده‌دار کعبه بود نامش عبدالله بود، یعنی برده خدا، که الله مساوی است با اله یعنی خدا که حرف تعریف الف و لام می‌گیرد و مشخص می‌شود الله. و به روایتی می‌توان گفت که عبدالله پدر حضرت محمد جانش را مدیون حبل بت بزرگ بوده است، زیرا که در هنگام جهالیت که تازیان در وحشیگری غوطه‌ور بودند هر از چندی حیوانی را به پای بتان قربانی می‌کردند و گهگاهی فرزندان خیش را. عبدالمطلب پدر بزرگ حضرت محمد نذر کرده که اگر 10 پسر آورد یکی از آنان را سر ببرد و چون 10 پسر آورد میانشان قرعه زد که کدام را سر ببرد و قرعه به نام عبدالله پدر حضرت محمد درآمد. دست عبدالله را بگرفت و سوی اصاف و نائله رفت که او را سر ببرد و این دو بت قریش بود که قربانیان خود را نزد آن سر می بریدند و قریشیان از جایگاه های خود برخواستند و گفتند ای عبدالمطلب چه خواهی کرد؟ گفت او را سر می برم. قریشیان و فرزندان عبدالمطلب گفتند به خدا نباید او را سر ببری. پس 10 شتر قریشیان دادند تا به جای عبدالله سر بریده شود. تاریخ طبری صفحه 796. واقعا جای تفکر است که حتی پیامبر اسلام هم از قربانیان نجات یافته بت‌های قریش می باشد. آغاز قربانی. می دانیم که مسئله قربانی از هنگامه ابراهیم و اسماعیل شهرت گرفته که ابراهیم خواست فرزندش اسماعیل را چون گوسپندی سر ببرد و کارد نبرید و از آن پس قربانی کردن حیوان به جای انسان رسم شد. هرچند قرنها پس از ابراهیم نیز فرزندان جاهل و بت‌پرست او تا قبل از آخرین پیامبر تازی باز در راه سربریدن فرزندان خود و زنده به گور نمودن دختران خود بودند و از آنها قوم متمدن باقی مانده است که هر سال میلیونها گوسفند را سر می برند به نام قربانی و گوشتها در صحرای خشک عربستان بوی گند می گیرد و در گوشه کنار جهان انسانها برای مثالی از آن خروارها گوشت جان می دهند و حاجیان ما غافل از آن که بتخانه تازیان جاهلی را طواف می کنند و قربانی هایی که خداوند از آنها بیزار است. اما بد نیست تا در اینجا مسئله قربانی و ساختن کعبه را خوب شرح دهم.
دیدیم که در جاهلیت عرب و درست تا زمان خود حضرت محمد و پدرش چقدر تازیان مکه وحشی و سنگدل بودند که فرزندان برنا و رشید خود را در پای بتان سر می بریدند چون گوسفندی. و حتی دیدیم که پدر حضرت محمد عبدالله نیز تا پای مرگ رفت و این سنت از هنگامه توحش بشر وجود داشته است که برای سیر کردن شکم و یا رضایت بت‌ها و خدایان تازیان فرزندان خود را قربانی می نمودند که نمونه دیگرش قربانی کردن اسماعیل است توسط ابراهیم، زیرا که ابراهیم زنی داشته به نام سارا از او دارای فرزند نمی شود، با کنیز خود که هاجر نام داشته و سیاه پوست بوده همخوابه می شود و اسماعیل به دنیا می آید. در همون زمان سارا هم باردار شده و اسحاق را می زاید. ابراهیم به پاس لطف و عنایتی که خداوند به او کرده و دو پسر داده است بر آن می شود و فرزند کنیززاده را که اسماعیل نام دارد و جد بزرگ تازیانه است را چون گوسفند سر ببرد. به ویژه این که سارا نمی خواهد که فرزند کنیزی آن هم سیاه در کنار فرزندش رشد کند. اسحاق جد بزرگ یهودیان است. در پی خواهش و تمنای هاجر ابراهیم از سر بریدن اسماعیل منصرف می شود، ولی چنانچه در منابع دینی آمده است گویا هنگام سر بریدن اسماعیل کارد نبریده است و بعد ابراهیم گوسفندی را به جای فرزندش سر بریده و بر آن می شود تا هاجر و اسماعیل را از سرزمین خود دور کرده و به مکه کنونی ببرد و در آنجا آنها را رها کند تا در صحرا هر دو با هم جان بدهند. از قضا هاجر آبی می‌یابد و زندگی و آبادی در صحرای شبه جزیره می‌آفریند و از آن پس آنجا مکانی می‌شود پر اهمیت از نظر جهانگردی و تجارت و کم کم کعبه‌ای یا بتخانه‌ای در آنجا بنا می‌شود و فرزندان اسماعیل یا تازیان پدید می‌آیند و گفتنی است که فرزندان اسحاق کلیمیان هستند و جنگ‌های تاریخی که بین این دو بوده است به ویژه قتل‌عام‌های فراوان کلیمی در غزوات پیامبر اسلام آدمی را به فکر فرو می‌برد که فرزندان اسماعیل و اسحاق هر از چندی که هر یک بر اساس آن کینه اولیه ابراهیم و سارا و هاجر به جان هم افتاده و می‌افتند. نیاکان پیامبر اسلام کلیدداران بتخانه. نیای پنجم پیامبر اسلام غسی فرزند کلاب شخص زیرک و باهوش است که گویا پیامبر اسلام ذکاوت و زیرکی را از وی به ارث برده است. غسی ابن کلاب با شیوهی ماهرانه و با کودتایی که خیلی ارزان برایش تمام می شود رهبری قریش و سرپرستی کعبه را به عهده می گیرد. چنانچه ابن هشام و طبری نوشتند نام غسی زید بود و چون از کودکی بی سرپرست بود نزد مردی به نام ربیعه بزرگ شد و غسی نام گرفت. گفتنی است که نیاکان پیامبر اسلام اکثرا بی سرپرست بودند چون خودش و در دامان پدر و مادرشان بزرگ نشدند. فرزند غسی نیست که عبد مناف بود، چون فرزندان خودش هاشم، عبدالمطلب، عبدالله و محمد پیامبر اسلام همگی در دامان دیگران رشد یافته بودند و از محیط خانواده و دامان پدر و مادر دور بودند. نیای پیامبر کعبه را به مشکی شراب خریده بود. و اما غسی نیای پنجم پیامبر اسلام چگونه سرپرستی کعبه را به عهده گرفت؟ غسی که نزد شخصی به نام ربیعه در سرزمین قضائه بزرگ شده بود در نوجوانی برای حج عازم مکه شد. در مکه با دختر شیخ خضائی که کلیددار کعبه بود همخوابه شد و با وی ازدواج کرده و از او 4 فرزند آورد. وی فرزندانش را به نام خود کعبه و 2 عدد از بت‌های کعبه لقب داد. عبدالدار یا بنده کعبه، عبدالمناف بنده بت زیبای قریش مناف و نیای 4 پیامبر اسلام است. عبدالعزا بنده بت عزا. درباره این بت که نامش در قرآن آمده است در هنگامه تشریع آیات قرانیق بیشتر سخن خواهیم گفت. عبدالغسی بنده غسی که نام خود نیای 5 پیامبر اسلام بود. شیخ خضائی در هنگام مرگ کلیدداری کعبه را به دخترش که زن غسی بود واگذار کرد و شخصی از قبیله خود به نام ابو غبشان را به عنوان یاور دخترش که در گشودن و بستن بتخانه کعبه او را کمک کند انتخاب کرد و کلیدها به دست ابو غبشان بود. اما از نظر سمبولیک حبی دختر شیخ خضائی و همسر غسی متولی کعبه بود. غسی شبی در بزمی ابو غبشان را مست نموده و چنانچه طبری و ابن هشام نوشتند
کلیدهای کعبه را با یک مشک شراب و یک عود از وی خریداری نمود و از پسین آن شب خزائیان را از مکه بیرون کرده و قبیله خودش قریش را وارد کعبه کرد و با تحولی عمیق در امور کعبه منبع درآمد بزرگی برای خود به وجود آورده و قبیله قریش را زیر لوای خود متحد نموده و شاه قریشیان شد. قصی با مردان قریش بنی کنانه سخن کرد که خزائه و بنی بکر را از مکه بیرون کنند و چون سخن وی را پذیرفتند و پیمان نهادند به برادری مادری خود که در دیار خزائه بود نوشت و از او کمک خواست و رضاه مردم خزائه را که در فاصله دوری از مکه زندگی می کردند به یاری برادر خیش خواند و آنها نیز دعوت وی را اجابت کردند. قصی عهده‌دار امور خانه مکه شد و قوم خیش را از همه جا به مکه فراهم آورد و فرمانروای قوم شد و غیره. شاهی به دست آورد و قومش اطاعت وی کردند و پرده‌داری و سقایت و رفادت و ندوه و لوا از او بود و همه شرف مکه نصیب وی شد. تاریخ الکبیر صفحات 809 تا 810. و جالب این است که پیامبر اسلام پس از 4 نسل بر آن می شود تا با شیوه جدید چون نیای پنجم خود عمل کرده و زعامت و رهبری قوم خیش را به دست بگیرد، زیرا که در پی قصی فرزندان وی عهده‌دار کار پدر شدند، اما جاه طلبی و قدرت طلبی آنها موجب بروز جنگ های فراوانی بین خودشان می شد و حتی جنگ های تازیان با خود بعد از اسلام و درگیری های قومی همه نشأت یافته از جاه طلبی های نیاکان آنان است، زیرا بنی هاشم که حضرت محمد از آنان است. اما امروز پس از اسلام میلیون ها مسلمان از سراسر دنیا برای طواف کعبه به نام الله میلیاردها دلار به صندوق عربستان سعودی می‌ریزند و در روزگاران قدیم نیز چون امروز کعبه بتخانه‌ای بوده است که درآمد هنگفتی را برای متولیان آن می‌آورده است. صفحه 9. حج می توانست کنگره پیام وحدت مسلمین باشد. بیشک چون پیامبر اسلام از ذکاوت خاصی برخوردار بود، اکثر قوانین و برنامه‌هایی را که پیاده کرد هدف تشکیلاتی، سیاسی و سازماندهی داشت، اما متاسفانه در طول تاریخ به انحراف کشیده شد. همین مسئله حج امروزه می توانست به یک کنگره سالانه مسلمانان جهان تبدیل شود که از این طریق بتوانند یک همبستگی جهانی اسلامی پدید بیاورند و بر دنیا حاکم شوند. اما هیئات که حج امروز چیزی کمتر از یک سفر بی‌مورد و غیره نیست و حتی نماز جمعه میتوانست بهترین تریبون تشکیلاتی حزبی مسلمین باشد، همچنان که تمامی احزاب هر چند روز یک بار تشکیل جلسه داخلی داده و در سال یک بار طی برگزاری کنگره‌ای که هدف حضرت محمد از حج کنگره جهانی بوده است نیروهای خود را سازمان می‌دهند. نام کتاب: قرآن سروده‌ای به سبک پارسی. بخش سوم. نویسنده: حسن عباسی. راوی: ارجنگ رمضانی. ویرایش و موسیقی: ساسان قره‌داغی. تاریخ تولید: فروردین ماه سال 1397. تعداد صفحات: 28 صفحه. موضوع: تحقیقی تاریخی. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayebuf.com. صفحه 9. احکامی از جاهلیت تازیان که پیامبر اسلام پذیرفت و تا به امروز باقی مانده است. درد دیگر جوامع اسلامی این است که حضرت محمد در هنگام انقلاب خود به ناچار می بایست بعضی از سنت‌ها و احکام موجود در جامعه را بپذیرد تا ریش سفیدها بتوانند آیین جدید او را بپذیرند و ناگهان با احکامی کاملا جدید و بیگانه با سنت‌های دیرین خود برخورد نکنند. و اما سنت‌های جاهلی تازیان که توسط حضرت محمد پذیرفته شد: 1. طواف به دور بتخانه کعبه. هرچند پس از اسلام بت‌ها را دور ریختند، ولی اساساً مکان برای جا دادن بت‌ها بود و در ابتدا محمد بیت المقدس را به عنوان قبله انتخاب نموده بود، اما پس از درگیری شدیدش با یهودیان و
و نزدیکی بیشتر با قوم خودش کعبه را جایگزین بیت المقدس کرد. 2. مراسم و مناسک حج تماماً اقتباس از جاهلیت عرب است و در هنگامی که کعبه مکان بت‌ها بود، تازیان از هر سو به سوی مکه می آمدند برای ادای حج و نیز حج و عمره هم از سنت‌های جاهلی عرب بود. 3. رسم سه طلاق کردن زن نیز از رسومات جاهلی تازیان بود. 4. ماه‌های محرم و صفر ماه‌های حرام بود که در آن جنگ و ستیز نمی‌کردند. 5. نماز به مرده خواندن. 6. کفن پوشی مردگان. 7. غسل مرده. 9. غسل جنابت. 10. دست دزدان و راهزنان را نیز ملوک حیره و یمن می‌بریدند. 10. دار زدن نیز از سنت‌های جاهلی تازیان بود. نقل به اختصار از توضیح الملل از صفحه 407 تا 416. گفتار یاران پیامبر اسلام که آیات قرآنی شد. هرچند سلمان پارسی اولین کسی بود که شیوه سرودن مدرن را برای آفرینش کتابی که 20 سال پس از پیامبر قرآن نام گرفت به ارمغان آورد، اما آیات بسیاری از قرآن گفتار و سخنان یاران پیامبر اسلام است که به عنوان آیات قرآنی در کتاب آمده است. چون عمر، امام علی و حمزه که از شخصیت‌های متفکر، جنگاور و برجسته تازی به شمار می‌رفتند. جلال الدین عبدالرحمن سیوطی در اتقان و فی العلوم القرآن می‌نویسد: رسول الله فرمود: خداوند حق را بر دل و زبان عمر قرار داد. عمر فکری به نظرش می رسید، پس قرآن به همان نحو نازل می شد. عمر گفت: در سه چیز با خدای خود موافقت کردم. اول گفتم: یا رسول الله، خوب است که از مقام ابراهیم یا کعبه نمازگاه برگیریم. پس این آیه نازل شد: و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. دوم گفتم: ای رسول خدا، بر زنان تو نیکوکار و بدکار وارد می شوند. اگر دستور دهی حجاب برگیرند، پس آیه حجاب فرمود آمد: یا ایها النبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلای بیتهن. سوره احزاب آیه 59. سوم، زنان پیامبر به هم حسادت ورزیدند. به آنها گفتم: چه بسا اگر خداوند شما را طلاق دهد، به جای آن همسرانی بهتر از شما قسمت او گرداند. درست آیه اصا ربه این طلاق کنه این یبدله ازواج خیرا من کنه. صفحه 131. و نیز آیه فتبارک الله احسن الخالقین هم از گفتار عمر بوده که آیه قرآن شده است. صفحه 131. همچنین آیه 98 از سوره بقره از عمر می باشد و در بحثی که با یک یهودی داشت به زبان آورد: آیه سبحانک هذا بهتان عظیم. نور آیه 16. نیز گفتند که این آیه برای اولین بار از زبان سعد بن معاذ وقتی که اتهام خیانت به عایشه نسبت داده شده بود شنیده شد و البته اصل این آیه به زید و ابو ایوب هم نسبت داده شده است. و نیز آیه و یتخذو منکم شهدا آل عمران آیه 140 به زبان یکی از زنان مسلمان آمده است. پس از اینکه اخبار جنگ احد را شنید و با خبر شد که پیامبر اسلام زنده است، آن را خوانده است. و نیز سیوطی درباره آیه مشهور ما محمد لا رسولون سوره آل عمران آیه 144 می نویسد که مصعب روز احد علم اسلام به دست داشت، پس دست راستش قطع شد، علم را به دست چپش گرفت در حالی که می گفت ما محمد الا رسول. سپس دست چپش قطع شد و علم را به زبانش به سینه گرفت و سخنش را تکرار می کرد تا کشته شد. پس علم بر زمین افتاد و این آیه هنوز نازل نشده بود تا اینکه پس از این واقعه جزو آیات قرآنی قرار گرفت. چگونه کتاب پیامبر اسلام گردآوری و قرآن نام گرفت؟
چنانچه در صحیح بخاری آمده است، ابوبکر هنگام جنگ یمامه زید بن ثابت یکی از منشیان حضرت محمد را فراخواند. عمر هم حضور داشت و گفت در جنگ ها کشتار کسانی که قرآن را حفظ بودند شدت یافته و من بیم آن را دارم که این کشتار ادامه پیدا کنم، در نتیجه قسمت زیادی از قرآن از بین برود. به نظر من تو به جمع کردن قرآن اقدام کن. زید به عمر میگوید چگونه من کاری کنم که خود پیامبر نکرده است؟ در تاریخ آمده است که 5 نفر در میان یاران پیامبر اسلام بودند که در به حفظ آیات و سروده های پیامبر اسلام آنان را بر روی پوست هایی می نوشتند. این 5 نفر عبارتند از 1. امام علی، 2. زید بن ثابت، 3. ابی ابن کعب، 4. معاذ بن جبل، 5. عبدالله بن مسعود. باری زید بن ثابت در هنگامه ابوبکر برای گردآوری قرآن قانع نمی شود و برای دریافت قرائت صحیح آن جویای کسی می شوند که آن را حفظ کرده بود. به عمر خبر می دهند که آن شخص در جنگ یمامه کشته شده است. از آن پس عمر بران می شود که حتما قرآن را جمع آوری کند. المصاحف. اما اولین کسی که پس از مرگ پیامبر اسلام به فکر گردآوری قرآن می افتد شخص امام علی است. در هنگامه بیعت با ابوبکر امام علی در خانه اش نشست. پس به ابوبکر گفته شد که او بیعت با تو را کراهت داشت. پس ابوبکر در پی او فرستاد و گفت آیا بیعت مرا کراهت داشتی؟ گفت نه به خدا. گفت پس چه باعث شد که از ما کناره گرفتی؟ امام علی گفت دیدم ممکن است در کتاب خدا افسوده شود. پس با خود گفتم که ردایم را جز برای نماز نپوشم تا اینکه آن را گرد آورم. الاتقان صفحه 203. چنانچه امام علی اشاره می کند و بیم افسودن به قرآن را داشته، در صفحات بعدی خواهیم دید که چگونه خلفا به ویژه عثمان سعی می کند کتابی را به عنوان قرآن به ثبت برساند که با آنچه دیگر منشیان و یاران پیامبر اسلام گرد آورده اند کاملا متفاوت بوده است. این مسئله و گشودن اسرار مگو درباره قرآن شاید که خیلی ها را به هیجان بیاورد. اما من از خواننده عزیز که سالیان سال با عشق و ایمان و علاقه و قداستی خاص به قرآن نگریسته است میخواهم که حق شنو و حق پذیر باشند و از شنیدن و یا خواندن حقایق تاریخی کینه و تعصبی به خود راه ندهند. من در پی مطالعه هزاران صفحه از معتبرترین کتب اسلامی این مختصر کلام را برای روشن شدن مسائل تاریخی درآوردم و چه خوب است که همه ما آستین بالا زده و به مطالعه و پژوهش بپردازیم و یا اگر قادر به مطالعه نیستیم از تجربیات و مطالعات و پژوهش‌های دیگران بهره ببریم و این بیشک ایمان‌های پاک را از صافی می‌گذراند و به آدمی تزکیه نفس می‌دهد تا انسان دریابد که مطلق و کامل و تمام در هستی فقط خداوند و ایزد بزرگ و اهورامزداست. 30 سال پس از هجرت و 43 سال پس از اولین آیه قرآن گردآوری می شود. چون 3 خلیفه اول با امام علی مسئله رقابتی داشتند و نیز در آیات بسیاری از امام علی به خوبی یاد شده بود که خوشایند آنان یعنی خلفا نبود، تا سال 30 هجری هرگز با همه امیدی که ابوبکر و عمر بسته بودند کتابی به دلخواه آنان گردآوری و عرضه نشد. زیرا که با حضور امام علی و دیگر نزدیکان به زمان پیامبر اسلام نمی توانستند کتابی را که امام علی با آن موافق نیست را به ثبت برسانند. اما در زمان عثمان که تقریبا 1 نسل از هنگامه پیامبر اسلام گذشته بود و عثمان بدعتهای فراوانی را در ضدیت با مرحله اولیه انسان پدید آورده بود، برای توجیه بدکرداری های خود ناچار شد تا قرآن را آنگونه که می خواهد ثبت کند. به ویژه که اختلافات هر روز شدت می‌یافت و بر اثر همین اختلافات عثمان به قتل رسید. در عهد عثمان یعنی سال 30 هجری اختلافات شدیدی درباره قرائت قرآن پدید آمد، به طوری که شاگردان و معلمان به نزاع و خونریزی پرداختند. این خبر به گوش عثمان رسید. وی گفت در زمان من قرآن را تکذیب می‌کنید و در آن لحن می‌نمایید. ای اصحاب محمد جمع شوید و برای مردم امامی یعنی همون قرآن را بنویسید. پس جمع شدند و این کار را کردند. الاتقان صفحه 207. عثمان کتابی را که در خانه ابوبکر و به گفته واضح‌تر در بیت دخترش بود بیرون آورده و دستور داد تا بر اساس آن و فقط به لهجه قریش قرآن را تنظیم کنند.
زیرا که مثل امروز آن روز هم تازیان هر شهر و قبیله‌ای لهجه خاص داشتند و کتاب اسلام را هر قبیله‌ای با لهجه خود می‌خواند و این ازدیاد لهجه موجب بروز اختلاف فاحشی در معنی کلمات می‌شد. لذا عثمان وقتی کتاب اسلام را به سبک و حالت امروزی قرآن تایید نمود از آن 5 رونوشت برداشته و به گوشه و کنار جهان اسلام فرستاده و دستور داد که دیگر کتاب‌ها را بسوزانند و از آن پس تا به امروز همان تنظیم و انتخاب لهجه عثمان باقی مانده است. در کتاب اجتهاد نوپردازی در اندیشه نوشتم امام علی در روز تثبیت قرآن عثمان قرآنش را بر شتری بار کرده و به میدان آمد، اما عثمان سریعا دستور داد که امام علی و کتابش به خانهش برگردند و امام علی را تهدید کرد که اگر بر نگردد وی را خواهد کشت، زیرا که جنگ بر سر قرآن اختلاف به وجود می آورد و اختلاف بر سر کتاب دین را از بین می برد و امام علی به خانه برگشت. قرآن امام علی چه فرقی با قرآن امروزی دارد؟ چنانچه تمامی مفسران و مورخین آگاه نوشتند، قرآن امام علی اولا به ترتیب سرودن هر آیه ثبت شده بود، دوما اینکه ناسخ و منسوخهای آن را نیز برداشت، ثالثا اینکه آیاتی که در تایید امامت او یعنی امام علی سروده شده بود در آن بر جای بود، و چنانچه سیوطی در قرن هفتم نوشته است امام علی پس از اینکه نتوانست کتاب خود یعنی قرآن را تثبیت کند آن را به ورثه خود داد و دست به دست فرزندانشان میگشت. امام علی هم به مجرد اینکه قدرت را به دست میگیرد با سیل ناراضیان و کارگزاران مقتدری که توسط عثمان تثبیت شدند، چون معاویه و عایشه همسر پیامبر اسلام، روبرو میشود. جنگ صفین با معاویه، جنگ جمل با عایشه و طلحه و زبیر، جنگ نهروان با خوارج و امام پس از حدود 5 سال حکومت پرآشوب توسط ابن ملجم مرادی به قطع می رسد. پس هیچ فرصتی به او دست نمی دهد تا بتواند برای کتاب و تغییر قرآن اقدامی بکند. اما در مراحل مختلفی نظریات خود را در باره قرآن بیان می دارد که هم در نهج البلاغه هست و هم کلینی در اصول کافی آن را نقد کرده و شیخ صدوق که از علمای بزرگ اسلام و شیعی مذهب می باشد از فرزندان امام علی نقل به تحریف قرآن کرده است. خوب توجه شود. دیگر بار تأکید میکنم تا خواننده عزیز بداند که من ملحد و کافر و بیدین و غیره نیستم که چنین حرفایی را مینویسم، بلکه بزرگترین شخصیت‌های اسلامی و شیعی که مورد تایید همه هستند و خوشبختانه آنها هرگز مهر الحاد و کفر نخوردند، این مسائل را نقل میکنند، چون امام علی پیشوای بزرگ اسلام و تشیع، شیخ کلینی از علمای بزرگ شیعی در قرن دوم و رابط با دستیار امام مهدی، شیخ صدوق از علمای معتبر شیعه، سیوطی بزرگترین مفسر و تاریخ نویس اسلامی، بخاری کسی که بزرگترین سندهای تاریخ اسلام را نقل نموده است و غیره. اما امام علی میگوید هرگاه چنانچه شایسته و سزاوار است قرآن تلاوت شود و نه رایج‌تر از قرآن وقتی که مواردش تحریف شود. اصول کافی. قرآن جز برگ‌های نوشته که میان دو جلد چرمی نگهداری می‌شود چیز دیگری نیست. هیچ کس به سخن نمی‌آید و ناگزیر کسی باید آن را تفسیر نماید. و همگی می‌دانیم که در جنگ صفین معاویه که داشت از سپاه امام علی شکست می‌خورد دستور داد تا قرآن‌ها را بر سر نیزه کنند تا که قرآن بین آن دو یعنی امام علی و معاویه حکم کند و الحکم الله را سپاه معاویه شعار داد. امام علی دستور داد تا همچنان که سپاهیان معاویه را با شمشیر میزنند و میکشند، قرآنها را نیز با تیر و شمشیر بزنند و بر زمین اندازند. وقتی خرمقدس های سپاه به او اعتراض نمودند، امام علی پاسخ داد که من قرآن ناطقم و آنچه میبینید بر سر نیزه ها از چرم است و کاغذ است و مرکب. و از همین جاست که خوارج نهروان این سخن امام علی را نمیپذیرند و از او جدا میشوند و با او میجنگند. و اما شیخ صدوق در خصال خیش به نقل از پیامبر اسلام از تحریف آنی قرآن سخن میگوید. قرآن روزی خواهد گفت پروردگار من مرا تحریف و پاره پاره کردند. کلینی که کتاب اصول کافی او از منابع موثق فقها بوده است نیز از امام محمد باقر نقل میکند که
و از دور افکندن مردم قرآن را این است که تحریف می‌کنند. قرآن کتاب پیامبر اسلام که مورد توجه و قداست بیش از 1 میلیارد از ساکنین کره زمین می‌باشد، برای تقریبا تمامی مسلمانان به خاطر گویش فصیح عربیش قابل فهم و درک نیست. یعنی مسلمانان یا خود معترفند که نخواهند توانست آن را بفهمند و یا هم تحت تأثیر تبلیغات روحانیون این مسئله به آنها ابلاغ شده است که حتی اگر به زبان خودشان پارسی، ترکی، مالزی، پاکستانی و هندی هم قرآن را بخوانند، باز هم از درک و فهم اصیل واژه‌های عربی آن عاجز خواهند بود. گفتنی است که حتی افراد بسیاری که به عربی هم صحبت می‌کنند، معنای خیلی از واژه‌های استعمال شده در قرآن را نمی‌فهمند و این نفهمی و عدم درک را نه اینکه نقصی از خود بلکه عظمتی در قرآن می‌دانند که قرآن آنچنان بزرگ و خدایی است که کسی آن را نمی‌فهمد. اما علت عدم فهم برخی از آیات این است که اولا در قرآن واژه‌های بسیاری از زبان‌های غیر عرب چون پارسی، حبشی، رومی، عبری، سریانی، یمنی و غیره استفاده شده است. دوم اینکه زبان عربی استعمال شده در قرآن برخوردار از 35 لهجه مختلف قبایل عرب می باشد. لهجه کسانه که کلمات الصفها، قبیلا و غیره از آن است. لهجه حزیل که کلمات فرغانا، الصاهون و غیره از آن است. لهجه حمیر که کلمات اسره، السقایه، امام، خرجن و غیره از آن است. لهجه جرهم که کلمات جبار، شقاق و غیره از آن است. لهجه مزهج که کلمات اقصه، مغیتا، الخرتوم و غیره از آن است. لهجه خسعم که کلمات شتتا، سقط و غیره از آن است. لهجه قیس ایلان که کلمات لخاسرون، رجیم و غیره از آن است. لهجه سعد العشیره که کلمات حفده، کل و غیره از آن است. لهجه غصان که کلمات تفخا، بئیس و غیره از آن است و بیش از 25 لهجه دیگر. قبیله پیامبر اسلام قریش در منطقه حجاز بوده است که این منطقه لهجه جداگانه داشته است، مانند پارسی صحبت کردن شهرهای مختلف ایران و یا هر کشور دیگری که هر شهری لهجه شیرین و محلی خود را دارد. قرآن همچون همراه با پیشروی جنبش پیامبر اسلام از قبیله قریش و منطقه حجاز فراتر می رفته است و پیامبر مشاوران و مریدان تازهی پیدا می کرده است، تحت تأثیر پیروان جدید از سخنان و کلامهای زیبای آنها بر می گرفته و در آیات قرآن قرار می داده است. همچنان که به خاطر برخوردار بودن از مشاورانی چون سلمان از ایران، بلال از حبشه، صهیب از روم، کعب الاخبار از یهود، واژه‌های بسیاری از زبان‌های فارسی، حبشی، رومی و عبری در قرآن آمده است. از 35 لهجه مختلف مردم و قبایل عرب آن زمان که در شبه عربی زندگی می‌کردند، نیز نشانه‌های بسیاری در قرآن به چشم می‌خورد. اکثر مورخین اسلامی بر این باورند که زبان پیامبر اسلام لکنت داشته و احیاناً می‌گرفته است و از سوی بعضی از کلمات را هم به خوبی نمی‌توانسته ادا کند. بر همین اساس علارغم این که منشیانی برای نوشتن آیات قرآن داشته و از سوی دیگر قاریانی هم داشته که قرآن را درست و صحیح می‌خواندند. در زمان پیامبر اسلام افرادی بودند که قاری قرآن بودند، یعنی قرآن را خوب و با لهجه و تلفظ مفهومی می‌خواندند. دبیران قرآن بودند که آیات قرآنی را می‌نوشتند. حافظین قرآن بودند که آیات قرآن را حفظ می نمودند تا بتوانند آن را به قبایل و سرزمین های دیگر منتقل کنند، زیرا که در آن زمان امکانات نوشتن و تکثیر و پخش بسیار دشوار بوده است و در شبه جزیره عربی شیوه پخش پیام ها عادتا دهان به دهان بوده است. در میان یاران پیامبر اسلام تنها کسی که از هر سه درجه بالا برخوردار بوده است امام علی، پسر او، فرزند خوانده و داماد وی بوده است. کسی که از کودکی در خانهش بزرگ شده و اولین کسی است که به او پیوسته است. در قرآن واقعی که اینک خدا می داند کجا پنهان است و چه زمانی مسلمانان به آن دست خواهند یافت، بارها و بارها از امام علی نام برده شده است، اما خلفای اسلام که در رقابت شدیدی با امام علی بودند، تلاش نمودند تا 15 سال پس از مرگ پیامبر اسلام، کتابی را که خودشان و یارانشان تنظیم نموده بودند را به نام قرآن مسلمانان تثبیت کنند. و هرچند از نظر ریاضی و اعداد آیات و حروف
نظمی را در آن دخیل دادند که چند سال پیش یک مصری در این مورد کتاب خاصی نوشته است، اما تمامی آیاتی که از امام علی نام برده شده است را حذف نموده و کلن تنظیم و ترتیب هیچ یک از دبیران ویژه پیامبر اسلام چون علی ابن ابی طالب و زید ابن ثابت را رعایت نکرده و کار خودشان را نمودند و تمامی قرآن‌های دیگری که در سراسر خطه اسلام بود را سوزانده و از بین بردند و تنها قرآن خودشان را تثبیت نمودند. حتی روز تثبیت قرآن وقتی علی ابن ابی طالب با شطوری که قرآنش را حمل می کرده به میدان شهر می آید، توسط خلیفه بازگردانده می شود و او متهم می شود که مایل است در صفوف مسلمین تفرقه بیندازد. امام محمد باقر و امام جعفر صادق بارها به این مسئله اشاره نمودند و این سخن آنها شهره جهان است که ما از علی شمشیر و کتابی به یادگار داریم که نسل اندر نسل در میان فرزندان ما می گردد. کلینی که یکی از رهبران مهم تشیع پس از وفات امام دوازدهم شیعه بوده است نیز به قرآن امام علی و آنچه خلفا با قرآن نمودند اشاره نموده است و پس از وی چند رهبر دیگر اسلامی چه شیعه و چه سنی در این مورد جسته و گریخته سخن گفتند، اما بعدها همه علمای مسلمان برای حفظ دکان دینداری و استثمار بر آن شدند تا در این مورد سخنی نگویند، بلکه مردم را تشویق کنند تا به زبان عربی که برای هیچ کس مفهوم نیست به عنوان تبرک و یا هم بر سر قبور قرآن بخوانند و برای دوری از ترس و چشم زخم و غیره آن را به بازو و کمر ببندند و شدیداً در این مورد تبلیغ نموده و می کنند که چون درک قرآن در فهم و شعور ما نیست وارد معنا و تفسیر آن نمی شویم. سوگندهای قرآن برای چست؟ معمولاً هرگاه انسان احساس کند که سخنش را کسی قبول نخواهد کرد، برای اثبات گفتهش مجبور می شود تا سوگند بخورد. وقتی کسی شاهد و گواهی و دلیلی محکم بر خبر و یا نظر و یا سخنی ندارد، سوگند می خورد تا طرف مقابل به حرف او اعتماد کند. وقتی کسی در دادگاهی برای شهادت دادن حاضر می شود، از او می خواهند که سوگند بخورد که جز حقیقت چیزی نگوید. حالا بایستی دید سوگندهای قرآن برای چیست؟ اگر خداوند پیامبر اسلام خودش مایل است سخن و حرفی بزند، او که خداوند آسمان و زمین، جن و انسان، دریا و صحرا است، نیازی ندارد تا سوگند بخورد. انسان حرف پدر، مادر و یا دوستش را که گوش می کند عادتاً بدون سوگند خوردن می پذیرد و هرگز این فکر را به خود راه نمی دهد که پدرش و یا مادرش دروغ بگویند و نیاز به سوگند باشد. اما چنانچه بیش از این نوشتیم که قرآن سخنان پیامبر اسلام و دوستان نزدیکش بوده است، پی میبریم که سوگندها به این خاطر آمده است که پیامبر اسلام برای تثبیت سخنان خود در میان مردم دچار مشکل بوده است و کسانی بودند که حرفای او را نمیپذیرفتند و او مجبور بوده است تا برای اثبات گفتهایش به سوگند متوسل شود. یعنی سوگندهای قرآن که بارها و بارها در سوره های مختلف و به کرات فراوان آمده است، دلیل عدم توانایی علمی عقلی پیامبر اسلام در جهت اثبات و استدلال برخی از نظریات و گفته‌هایش بوده است که او را به سوگند خوردن بیشماری کشانده است و او بارها مجبور شده است تا به زمان، آسمان، مکه، ماه، ستاره، صبحگاه، شب و حتی انجیر و زیتون و اسب سوگند بخورد. والفرج سخن به صبحگاه، والنازعات قسم به فرشتگان، والمرسلات قسم به رسولان، و شمس سوگند به خورشید، و لیل سوگند به شب، و زوها سوگند به روز روشن، و تین و زیتون سوگند به انجیر و زیتون، و عادیات سوگند به اسبان، و العصر سوگند به زمان، و طور سینین سوگند به طور سینا. در صورتی که قرآن را مجموعه سروده های پیامبر اسلام بدانیم، مسئله سوگندها هم حل می شود، زیرا که یک شاعر و چکام سرا می تواند برای زیبایی بخشیدن به کارش به هر چیزی سخن بخورد. چرا پیامبر اسلام سروده های خود را گردآوری نکرد؟ پیش از هر چیز بایستی در رابطه با بکار بردن سرودن به جای نزول توضیح بدهم. تا به امروز در همه جا هرگاه سخن از قرآن به میان آمده است، از نزول یعنی نازل شدن و پایین و فرود آمدن سخن رفته است و منظور این بوده است که قرآن از آسمان توسط فرستاده ای از سوی خدا یعنی جبرائیل برای فرستاده دیگر خود یعنی پیامبر اسلام پایین یا فرود آمده است.
و ما در کتاب‌های پیشین خود در مورد وجود خدا و جایگاه او سخن گفته‌ایم که خداوند پادشاهی نیست که کاخ او در آسمان‌ها باشد و از آنجا سفینه و بشقاب پرنده و انسان‌های فضایی و کلام فضایی به سوی زمین بفرستد، بلکه در رابطه با آفرینش انسان به کلام تشبیهی در تمامی ادیان آمده است که روح خداوند در جسم آدمی دمیده شده است. اینکه یک آدم گونه‌هایی با دو بال و غیره که از آسمان به سوی زمین می‌آیند، بلکه ملائکه یعنی ملک و املاک خداوند یعنی هرچه در هستی هست، یعنی سیارات و ستاره‌ها، یعنی خورشید و آفتاب و باد و دریاها و خشکی‌ها. پس ملائکه هم یعنی ملک‌ها و دارایی‌های خدا، آنچه در اختیار اوست. باری ما بدین دلیل زین پس به جای نزول از سرودن استفاده خواهیم کرد و از سوی باید در نظر داشت که گفتن نزول کلام نزد شعرا و سخنوران عرب متداول بوده است و حتی تا به امروز اکثر اعراب لبنان و خلیج فارس میگویند که فلان کلام بر زبانم نازل شد و متعادل نزول کلام در زبان پارسی به زبانم رانده شد و به زبانم آمد میباشد که هیچ ربطی به نزول از آسمان و الله ندارد. اما چرا پیامبر اسلام خودش با آن همه ذکاوت و زیرکی و دوراندیشی که داشت کتابش را تثبیت نکرد؟ دیری قولی که از علمای بغداد بود در فواید خود می نویسد که ابراهیم ابن بشار از سفیان، از زهری، از عبید، از زید ابن ثابت، منشی مخصوص پیامبر اسلام، برای ما گفت که پیامبر قبض روح شد در حالی که قرآن در چیزی جمع نشده بود. خطابی گفته بدین جهت پیامبر آن را در کتابی جمع نکرد که در انتظار نسخ احتمالی بعضی از احکام یا نسخ تلاوت قسمتی از آن بود. نام‌های کتاب پیامبر اسلام. هرچند در زمان عثمان آنچه جمع‌آوری و تثبیت شد قرآن نام گرفت و از آن روز تا به امروز فقط با نام قرآن، قرآن مجید و یا قرآن کریم از آن یاد می‌شود، اما در همین قرآن برای کتاب اسلام 55 نام آمده است، یعنی در آیات مختلف سروده‌های اسلام به نام‌های مختلف خوانده شده است. کتاب مبین، قرآن، کریم، کلام، نور، هدایت، رحمت، فرقان، شفا، موعظه، ذکر، مبارک، علی. این علی را بسیاری در تاریخ گفتند که منظور امام علی است. در آیه 4 سوره زخرف است که میگوید و انه فی ام الکتاب لدنیا لعلی الحکیم، به درستی که او در ام الکتاب نزد ما علی حکیم است. حکمت، حکیم، مصدق، مهیمن، حبل، صراط مستقیم، قیم، قول، فصل، نبع العظیم، الوسقا، صدق، عدل، امر، منادی، بشرا، مجید، زبور، بشیر، نذیر، عزیز، بلاغ، قصص، صف، مکرمه، مطهره. باری هر یک از این 55 نام می توانست به جای قرآن، یعنی کتاب خواندنی، نام کتاب اسلام باشد، اما تا کنون فقط نام قرآن، مجید، کریم و از همه مهمتر قرآن در میان همه شناخته شده و جا افتاده است. کتاب هایی که در اختلاف قرآن ها نوشته شده است. خواهیم دید که کتاب جمع‌آوری شده منشیان ویژه پیامبر اسلام با کتابی که عثمان به نام قرآن آن را تثبیت کرد چه فرقهایی داشته است. اما پیش از آن که وارد این بحث بشویم، بایستی یادآوری کنیم که در قرن‌های اولیه اسلام کتاب‌های بسیاری در رابطه با اختلاف قرآن‌های موجود نوشته شده است. زیرا هرچند عثمان یک کتاب را تأیید و تثبیت کرد، ولی بیشک سال‌ها طول کشید تا علمای اسلامی بتوانند واقعاً یک کتاب را به رسمیت شناخته و در سراسر جهان اسلام آن را منتشر کنند. در اینجا نام 7 کتاب مهم و قابل اهمیتی را که توسط علمای اولیه اسلام در مورد اختلاف قرآن ها نوشته شده است را برمی شماریم. 1. کتاب اختلاف کتاب ها، قرآن های اهل مدینه، کوفه و بصره، نوشته کسایی. 2. کتاب اختلاف کتاب ها یا قرآن ها، اثر خلف. 3. کتاب اختلاف اهل کوفه، بصره و شام، در کتاب ها قرآن ها، نوشته فراء. 4. کتاب اختلاف مصاحف یا قرآن ها، از ابن داوود سجستانی. 5. کتاب مدائنی در اختلاف کتاب ها یا قرآن ها در جمع، نوشته مدائنی.
6. کتاب اختلاف کتاب‌ها یا قرآن‌های شام، حجاز، عراق، نوشته ابن عامر یحسبی. 7. کتاب در اختلاف مصاحف یا قرآن‌ها، اثر محمد ابن عبدالرحمن اصفهانی. پس می‌بینیم که هزاران صفحه کتاب درباره اختلاف قرآن‌های هر شهر و دیاری نوشته شده است و با برشمردن مواردی کوتاه و مختصر از اختلاف قرآن‌های امام علی و دیگر منشیان پیامبر اسلام خواهیم دید که قرآن کنونی که از این پس ما با آن از قرآن عثمانی یاد خواهیم کرد چه اختلافی با دیگر قرآن‌ها داشته و دارد. قرآن‌های دیگر منشیان پیامبر اسلام با قرآن عثمانی چه فرق‌هایی داشته است؟ در رابطه با قرآن امام علی در صفحات قبل نوشتیم که اولا بر اساس تاریخ سرودن‌ها یعنی تاریخ نزول بوده است و ثانیاً آیات ناسخ و منسوخ در آن مشخص بوده است. حسین ابن عباس نقل کرد که وی از عبدالرحمن ابن ابی حماد و او از حکم ابن زهیر و او از عبد خیر و او از امام علی شنیده بود. اول کسی که از حافظه خود قرآن را گردآوری کرد امام علی بود و آن قرآن در خاندان جعفر نگهداری شد و من نزد ابو حمزه حسنی رحمت الله قرآنی به خط علی ابن ابی طالب دیدم که چند ورقی افتاده داشت و آن قرآن در خاندان حسن به توارث مانده بود و ترتیب سوره های آن بر اساس نزول بود. الفهرست ابن ندیم صفحه 147. جالب این است که دیگر قرآن ها تا مقطعی از تاریخ در دسترس بعضی ها بوده است و ناگهان هر یک در اعماق تاریخ گم شدند و چه بسا که در کتابخانه ها و یا موزه ها اثری از آنها باشد که انشاءالله در آینده اگر دانستم در نوشته های خود خواهم آورد. نام کتاب قرآن سروده‌ای به سبک پارسی. بخش چهارم. نویسنده حسن عباسی. راوی ارجنگ رمضانی. ویرایش و موسیقی ساسان قره‌داغی. تاریخ تولید فروردین ماه سال 1397. تعداد صفحات 28 صفحه. موضوع تحقیقی تاریخی. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. قرآن عبدالله ابن مسعود. فضل ابن شازان گوید ترتیب سوره های قرآن را در مصحف عبدالله ابن مسعود بدین گونه یافتند: بقره، نساء، آل عمران، نلمس، انعام، مائده، ملائکه، اصحاب الکهف، هل اتی علی الانسان، ازا شمس کبرت، ازا سماع فترت، هل اتی که حدیث الغاشیه، سب به اسم رب کل اعلا و لیل ازا یقشا، بروج، انشغت، قل اللذین کفرو، لا اعبد ما تعبدون، تبت یدا عبی لحب، و غتب ما اغنا ماله و ما کسب. الفهرست ابن ندیم صفحه 45. ما بخش‌هایی از نام‌های سوره‌هایی را که درست بود نقل نکردیم برای صرفه‌جویی در وقت، اما آنچه در قرآن عبدالرحمن ابن مسعود پیداست 5 مسئله است: 1. ترتیب و تعداد سوره‌های او با قرآن عثمانی اختلاف بسیار دارد، زیرا در قرآن ابن مسعود فقط 110 سوره دارد به ترتیبی که برشمردیم. 2. نام بسیاری از سوره‌ها خیلی بزرگتر از نام‌هایی است که در قرآن عثمانی است. 3. دو سوره سجده در قرآن ابن مسعود بوده است. 4. چند سوره اضافی چون حوامیم، مصباحات در قرآن ابن مسعود بوده است که در جاهای دیگر دیده نشده است. 5. برخی از آیات قرآن ابن مسعود با قرآن عثمانی اختلاف دارد، از جمله سوره والعصر که در قرآن عثمانی همگی می دانیم چگونه آمده است، اما در قرآن ابن مسعود این گونه است: والعصر لقد خلقنا الانسان لفی خس و انه فیه الی آخر الدهر الا الذین آمنوا و تواصوا بالتقوى و تواصوا بالصبر. قرآن ابی ابن کعب. فضل ابن شادان می گوید یکی از اصحاب ما که مورد اعتماد است می گفت
ترتیب سوره های قرآن را به قرائت ابی ابن کعب در بصره در دهکده به نام قریه الانصار در دو فرسنگی بصره نزد محمد ابن عبدالملک انصاری یافتم و او قرآنی به ما نشان داده و گفت این قرآن متعلق به پدر من بوده و ما از پدران خود آن را روایت می نماییم. من نظری در آن کردم و اوائل و اواخر سوره ها و عدد آیات آن را در آوردم. اول آن فاتحه الکتاب، بقره، نساء، آل عمران، انعام، اعراف، مائده. در داشتن سوره یونس تردید دارم. انفال، داوود، طهار، انسان، نبی علیه السلام و هی اهل کتاب، لم یکون اول ماکان، سه آیه بالکفار ملحق و الاخر. تمامی آیه ها 6210 آیه بود. الفهرست ابن ندیم صفحه 46. باری مجموع سوره هایی که ابن کعب در قرآن خود داشته به 116 نمیرسد و از سوی از سوره های بسیاری یاد می شود که ابدا در قرآن عثمانی وجود ندارد، چون سوره داوود، طهار، نبی علیه السلام و غیره. ناسخ و منسوخ های قرآن. معنی ناسخ و منسوخ از خود کلمات پیداست، اما به زبان ساده یعنی باطل کننده و باطل شده، و این یکی از مسائل اصلی در اسلام و قرآن است که تاکنون نادیده گرفته شده است و چنانچه در صفحات قبل گفته شد خود پیامبر اسلام در نظر داشت هنگامی کتابش یا قرآن را گردآوری کند تا آیات باطل کننده و باطل شده یعنی ناسخ و منسوخ را یا مشخص سازد و یا از کتاب حذف کند. و نیز گفته شد که در قرآن امام علی به این مسئله توجه شده است و این مسئله است روشن و بدیهی، زیرا چنانچه گفتیم محمد در ابتدای حرکت خود از آداب و سنت‌های عرب جاهلی را پذیرفت و در صفحات بعد خواهیم دید که تا چه حد با قریش و سنت‌های آنها کجدار برخورد کرده و با آنها مدارا می‌کرد. بدین رو اگر خود او توان می‌داشت بسیاری از آداب و سنت‌های جاهلی عرب را که متأسفانه تا به امروز که بشر در عصر تمدن و تکنولوژی زندگی می‌کند به جای مانده است را باطل می‌کرد. و اما در مورد ناسخ و منسوخ کتاب‌های فراوانی نوشته شده است که ما در اینجا فقط به سه نویسنده بزرگی که در این مورد صدها صفحه نوشتند اشاره می‌کنیم. 1. الناسخ و منسوخ اثر حجاج الاور. 2. ناسخ و منسوخ کدامند اثر عبدالرحمن ابن زید. 3. کتاب ابی اسحاق ابراهیم المؤدب در ناسخ و منسوخ. قرآن و تضاد آیات مکه با آیات مدینه. در طول تاریخ بشر بر اساس ناگاهی کامل از پدیده‌ها و رخدادها چیزهای مختلفی را به عنوان مقدس، آسمانی و ماورا طبیعی بودن پرستش نموده و برای حفظ آن چه جانها که نداده و چه خونها که بر زمین نریخته است. مقدس آفرینی های بشر به روی زمین بیشک همواره توجه وی را به ستارگان، سیارات و ماورای زمین جلب نموده است. مقدسات بشر از آتش گرفته تا نور، باران، آب، درخت و انواع حیوانات بوده است که کم کم تصویری از هر یک از اینها به عنوان مجسمی ساخته می شده است و آنها سمبل قدرت های ماورای طبیعت بودند. هرچه بشر از حالت توحش به حالت تمدن نزدیک می شده، قداست‌های وی نیز تغییر می‌یافته است تا اینکه کتاب‌های دینی جایگزین مقدس‌های تصویری مجسمه‌ای شده و از آن پس حرف و نوشته با عنوان کتاب مقدس جایگاه مقدس‌های دیگر را گرفته است. هرچند در جهان امروز و در سرزمین‌ها و قبایل مختلفی هنوز تفکر پرستش به میدان کتاب مقدس وارد نشده است، اما اکثر ساکنین کره زمین برخوردار از کتاب مقدس خود هستند. تورات از آن کلیمیان، انجیل از آن مسیحیان و قرآن کتاب مسلمانان. استقرار یک کتاب مقدس به بحث و تجزیه و تحلیل آن پرداختند، اما این راه و روش چون بسیار خطرناک بوده است با قتل و کشتار پی در پی پاسداران ادیان ترس و وحشت را سایه افکن می نمودند تا دیگر بار راه‌های سخن گفتن و بحث کردن حول مقدس ها را ببندند. باری در پی سقوط کمونیست توسط جهان دارا و توانا، دین اسلام امروز بازیچه برای بازی دادن بخشی از جهان ناتوان و نادار شده است. بدین رو این بازیچه سازی رسالت خردمندان را بیش از بیش فعالتر می نماید تا از قرآن که پایه و اساس اسلام است سخن گفته شود.
چنانچه در تاریخ آمده است اعجاز قرآن در کلام آن بوده، زیرا سخن پیامبر اسلام در مکه آنچنان زیبا و دلنشین بوده است که کمتر کسی میتوانسته در مکه چون پیامبر اسلام بسراید. برای درک اصلی این مسئله باید چند مورد را مد نظر داشت. نخست اینکه در شبه جزیره عربی که قریش تنها با تجارت و یا عبور کاروانهای تجارتی و یا هم با جنگهای قبایلی و غنایم حاصله از آن زندگی روزمره خود را میگردانده است، سخن زیبا گفتن بهترین سرگرمی ها بوده است، تا آنجایی که بهترین سخنورانان چون خدایان بودند و اشعارشان در کنار بت ها بر دیوار کعبه آویزان می شده است. دوم اینکه قریشیان که به بنی اسماعیل مشهور بودند را قوم بنی اسرائیل امی می دانستند. امی یعنی ملت و قومی که کتاب ندارد، یعنی هنوز در حالت توحش به سر می برد و از کتاب مقدس برخوردار نیست. بدین ترتیب قریش سعی میکرد تا در برابر اهل کتاب به گونه دیگر سخن آفرینی کند و بهترین سرودها را بسراید. اما تا پیش از پیامبر اسلام هیچ شاعر و سخنران عربی نتوانست کاری کند تا اساس و ریشه بیتمدنی جاهلی قریش را از امی و بیکتابی به کتابداری بکشاند. در این شرایط پیامبر اسلام از 40 سالگی با تفکر آوردن نوشته‌ای برای قریش وارد میدان میشود. پیامبر اسلام به عنوان کارواندار خدیجه، بانوی زیبا، تاجر، رئیس و شهردار قریش ده ها بار به سراسر دنیا سفر نمود و با فرهنگ ها و تمدن های ایران، روم، سوریه آشنا شد. به شدیداً تحت تاثیر خسروانی ها و سرودهای مذهبی ایران قرار می گیرد و پس از آشناییش با روزبهان اولین سرودهای خود را به سبک پارسی اما به زبان عربی می سراید که شدیداً مورد توجه نزدیکانش واقع می شود. نمازهای پنجگانه زرتشتی ایرانی. اولین سخن پیامبر اسلام بسم الله الرحمن الرحیم است که چنانچه گفته شد ترجمه جمله اول نیایش‌های زرتشتی است. از طرف این نمازهای زرتشتی نیز پنجگاه بوده است که پنج نوبتی بودن نماز در اسلام هم اقتباس از زرتشت می باشد. یک، نماز صبح، نمازگاه هاون از برآمدن خورشید تا نیمروز. دو، نماز ظهر، نماز ریتون از نیمروز تا پس از نیمروز. سه، نماز عصر، نمازگاه از برن پس از نیمروز تا رفتن خورشید. چهار، نماز مغرب، نمازگاه سروسرم از رفتن خورشید تا شامگاهان. پنج، نماز عشا، نمازگاه اوشهینای از شامگاهان تا برآمدن خورشید. در همین جا یادآوری نکته‌ای بسیار ضروری است که اگر ما در پژوهش‌های خود از شباهت و همسانی ادیان سخن میگوییم، ابداً بر آن نیستیم تا از دینی به دین دیگر بگریزیم، بلکه امروزه تمامی ادیان با متولیان خود از داستان‌های اولیه و اهداف بنیانگذاران آن بسیار دور شدند و کار ما یک پژوهش تاریخی است و اگر هم از آن نتیجه‌ای بخواهیم بگیریم، با حفظ احترام به هر اندیشه و تفکر دینی هر کسی، هدف رفتن به سوی خردگرایی و لایسیته است. باری پیامبر اسلام در ابتدای حرکت خود با سرودن و خواندن آیه به سبک فارسی دلها را می رو باید و جوی نوین از احساس و عاطفه را در میان اعراب می آفریند. اما پس از آنکه کمی قدرت گرفته و در مدینه رهبر سیاسی هم می شود، از چهره یک پیامبر با صفا و صمیمی، با عاطفه و مهربان به یک فرمانده نظامی و یک رهبر سیاسی تبدیل می شود و سبک سخن گفتن و سرودنش نیز تغییر می کند. بدین رو است که آن زیبایی و شیوایی کلام که در مکه داشت در مدینه گم می شود. بهترین نمونه اش قصار السور می باشد که به چه زیبایی خاصی سروده شده و دارای چه بار بزرگ احساسی، عاطفی، هنری، شعری و کلامی است. اما سروده های بلند و پرحجم مدینه به سخنرانی ها و گفتاری بسیار عادی، تکراری و احیانا متناقض تبدیل شده است. متناقض را علمای اسلام در طول تاریخ با عنوان ناسخ و منسوخ هم یاد کردند و چنانچه در تاریخ آمده است در قرن‌های اولیه اسلام کتاب‌های بسیاری در تناقضات قرآن توسط علمای اسلامی نوشته شده است. جلال الدین عبدالرحمن سیوطی در جلد دوم کتاب الاتقان فی القرآن الکریم در بخش 48 آن با عنوان مشکل قرآن و اختلاف و تناقض در آن به اندازه 10 صفحه مطلب نوشته است و با نقل گفته‌هایی از بزرگان تاریخ اسلام آورده است که بخش‌هایی از قرآن که به چشم ما متناقض و موهوم می‌آید، آیاتی است که نسخ شده است
زیرا که درباره هر مسئله باید قول متأخر آن را گرفت و قول متقدم را رها ساخت. در اینجا نمونه هایی از تناقضات قرآن را که علمای بزرگ اسلام نقل نمودند می آوریم. لا اقسمو به هذا البلد، من به این سرزمین سوگند نمی خورم. سوره بلد آیه 1. تناقض آن و هذا البلد الامین، که این سرزمینی امن است. سوره تین آیه 3. الله خالق کل شیء، فقط خداوند آفریننده همه چیز است. سوره زمر آیه 62. تناقض آن و تخلقون افکا و تهمت را می آفرینند. سوره عنکبوت آیه 17. و در جای دیگر و ازا تخلق من التین، اشاره است به عیسی که از گل پرنده می آفرینی. سوره مائده آیه 110. اتق الله حق تفاته، حق تقوای خداوند را بزرگ به جای آورید. آل عمران آیه 102. واژه هایی که از زبان های دیگر وارد قرآن شدند. استبرق واژه پارسی آن ستبرق است. ستبرق بوده است که لباس های زیبای ضخیم را می گفتند و به خاطر عدم وجود قاف در زبان عرب، قاف جای آن را گرفته است. استفاده در قرآن. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق. سوره 18 آیه 31. برق که در فارسی برق و از ریشه ورق و وراق آمده است و در زبان دری به آن برخ میگویند، به معنای روشنایی، تابش، درخشش، رخشندگی و زبان کشیدن آتش می باشد. بارقه و براق نیز از همین واژه برق بیرون آمده است که بارقه یعنی آذرخش، فروغ، روشن، براق، پرتو، فروزانی، پردرخشش، تابان، برقزن، برقدار، باقین درست. بلور واژه ایست پارسی که به معنای درخشنده، پرتو افکن، تابنده، شیشه گونه، شیشه ای و تبرزدی می باشد. یب واژه ای است که در زبان عرب برای فروش و فروختن استفاده می شود و از کلمه فارسی بای گرفته شده است. بای یعنی از دست رفته و بای دادن، چیزی در برابر چیزی دیگری به کسی دادن، که برای اعراب همان فروش و فروختن معنا می دهد. اما در زبان فارسی به معاملات تاختی و معاملات تعویزی و به باختها در قمار و شرط بندی ها اطلاق می شده است. فلان کس 100 دینار به بای داد، یعنی 100 دینار باخت، 100 دینار از دست داد، کلاهش را در برابر پیراهنی به بای داد. استفاده در قرآن. یوم و لایب سوره 2 آیه 254. تجسس از ریشه پارسی جست و جستن گرفته شده است و به معنای بررسی، پژوهش، کنکاش، کاوش و جستجو می باشد. واژه جاسوس که در زبان عربی، پارسی، ترکی، اردو، پشتو، ارمنی و غیره استفاده می شود نیز از همین واژه پارسی جست و جستن گرفته شده است. واژه متجسس که به معنای جویاگر، پژوهشگر، کاوشگر و جوینده می باشد از همین ریشه برخواسته است. تخمین از ریشه پارسی خمن چون سمن و گمان گرفته شده است که به معنای ارزشیابی، وراندازی، بهاگیری، برآورد، اندازگیری و غیره می باشد. ترجمان که در پهلوی و پارسی ترگمان می باشد از زبان پارسی وارد زبان عرب شده است و واژه های بسیاری از آن پدید آمده است، از جمله ترجمه، مترجم، دارالترجمه و غیره. تکدی و متکدی از ریشه گدا گرفته شده است و به دلیل عدم وجود قاف در زبان عرب، کاف جای آن را گرفته است که به معنای چم، گدایی کردن و درخواست نمودن می باشد. تکیه ریشه این واژه که پارسی است تک می باشد که در زبان عربی از آن استفاده می شود و واژه های اتکا، اتکا کردن، اتکا به نفس، متکی، متکا و غیره در زبان پارسی نیز استعمال می شود. تک در زبان پهلوی و پارسی به معنای تنها به جایی، پشت داده، پشت نهاده، یکه، یگانه، تنها، کم و اندک آمده است.
تفعل که به معنای بختخوانی، سرنوشت‌گویی و فالگیری می باشد نیز از ریشه فال و بخت پارسی گرفته شده است. تهویه این واژه از ریشه پارسی هوا گرفته شده است. هوا در زبان پارسی به گاز بیرنگ گفته می شود که 1/5 آن اکسیژن و 4/5 آن ازوت، گاز کربونیک، بخار، آب و اندکی از گازهای جو کره زمین را همراه داشته باشد. وجود این گاز به چشم نمی آید و فقط در هنگام وزش باد احساس می شود. در زبان پارسی به جای تهویه می توان از هوا دادن، پاک نمودن هوا استفاده نمود. جنس از واژه پارسی گنس، گنوس به معنای شناخت و شهادت گرفته شده است که واژه مجوس هم از آن آمده است. گنوس در روزگاران قدیم در میان آریاییان به عنوان یک فلسفه دینی مطرح بوده است. هدف این آیین که به وحی الهی باور داشته است، تلاش در جهت همبسته و متحد نمودن انسان با خداوند بوده است. آیین گنوس حتی به یونان و دیگر سرزمین‌ها سرایت نموده و نشانه‌هایی از آن در مسیحیت هم بر جای مانده است. اعراب ملت گنوس را که تفکر و اندیشه دیگری نسبت به تفکر و عقاید مردم صحرانشین داشتند را انسان‌هایی از نوع و تفکری دیگر می‌خواندند و گنوس از نگاه آنها یعنی غیر تازی و گاف که در زبان عربی وجود نداشت تبدیل به جیم شد و واژه‌های تجانس، تجنیس، جنسیت، مجانست و غیره از آن تولید شده است. جهنم همون واژه پهلوی و پارسی جهنم می باشد که به معنای دوزخ، جایگاه آتش و جایی برای گناهکاران است. استفاده در قرآن و کفا به جهنم سعیرا، سوره 4 آیه 55. خزانه از واژه پارسی گنج ساخته شده است که پارسی آن گنجخانه می باشد. البته در زبان عرب خزینه، گنجینه، خازن، گنجدار و غیره هم تولید شده است. البته به حوضای آب گرم سابق حمام ها هم خزینه می گفتن. و کنز نیز همان گنج پارسی است که با تغییر دو حرف وارد زبان عرب شده است. خشونت که از ریشه خشن فارسی گرفته شده است در زبان عرب به معنای تندخویی، درشخویی، بدرفتاری، ستمگری و غیره آمده است. اما واژه خشن در پارسی به معنای لباس سخت و زمخت بوده است. خیال از ریشه پارسی خولیا گرفته شده است که به معنای پندار، گمان، آهنگ و اندیشه می باشد و اعراب از آن واژه های مخیله، تخیل و غیره را تولید نمودند. مالی خولیا، مالی خولیایی نیز از خیال استخراج شده است. دور از واژه پارسی دورک گرفته شده است به معنای گردش، پیرامون، گرداگرد، هنگام، زمان، گشتن، گردیدن، دوره و غیره. در زبان عربی واژه های بسیاری چون ادواری، دایره، دوار، مدور، مدیریت و غیره از آنها تولید شده است. دین در زبان پارسی و پهلوی به معنای آیین، کیش، جزا و پاداش می باشد و نیز نام روز 24 از هر ماه خورشیدی و نام فرشته ای است. در زبان عربی واژه های چون دیانت، متدین و غیره از آن تولید شده است. دینار، دنیر واژه پارسی است که به سکه های طلا می گویند. وزن هر دینار 4.5 گرم بوده است. دینار در زبان لاتین وارد شده است که به آن دیناریوس می گویند. رد واژه‌ای از پارسی به معنای نشان و اثر چون رد پا و نیز به معنای راد، دلاور، جوانمرد، دلیر، دانا، باخرد و غیره که در زبان عرب به جای بازگردانیدن، بازدادن و بازگشت آمده است و معمولاً این واژه برای خردمندان، اندیشمندان و دلاوران آریایی به کار برده می شد. روم نامی است که آریاییان مردمان لاتین و یونان قدیم یا رومیان را با آن می‌خوانند و از پارسی به زبان عربی رفته است. استفاده در قرآن. غلبت الروم، سوره 30 آیه 1. سوره‌ای در قرآن به این نام خوانده شده است. ذات که در پارسی به معنای هستی یافته، پدید آمده و آفریده شده می‌باشد وارد زبان عربی شده و کلماتی چون تابان، درخشنده، رخشان و نورانی را نیز در بر دارد. در زبان عرب از این واژه ازرق، رنگ بنفش و تزریق، سوزنزنی نیز تولید شده است. زمان، این واژه در اصل پهلوی و پارسی است که به معنای وقت،
هنگام، روزگار و نیز به معنی عجل و مرگ نیز به کار گرفته می شود. زمان وارد زبان عربی شده است و کلماتی چون ازمنه، مزمن و غیره از آن استخراج شده است. زنجبیل که در زبان فارسی شنگلیل، شنگوبر و یا سانگیبیل بوده است و در زبان عربی زنجبیل شده است که زنجفیل هم تلفظ می شود. شنگلیل گیاهی است با برگهای دراز شبیه به برگ نی که گلهای خوشه‌ای و زرد داشته و از ریشه های آن شاخه هایی به شکل نی بیرون می آید که در بیخ آن غده هایی تولید می شود که همان را شنگلیل یا زنجبیل می گویند. از این گیاه برای معطر نمودن برخی غذاها و نیز در طب استفاده می شود. زنجبیل در هندوستان، تاجیکستان و بعضی نقاط ایران می روید. سرادق در زبان پارسی به راهروهای زیرزمینی می گویند و سردار نوشته می شود که معنای دهلیز هم می باشد. دهلیز که در اصل پارسی است در زبان عربی استفاده می شود. سرداغ به راه تنگ و دراز و راهروهای باریک می گویند که در مناطق گرمسیر برای گریز از گرما در زیر خانه ها ساخته می شد. این شیوه امروزه نیز در اکثر شهرهای کویری ایران از جمله طبس گلشن مورد استفاده قرار می گیرد و تقریبا هر خانه‌ای سردار و یا سردابی دارد. استفاده در قرآن: اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، سوره 18 آیه 29. سجل در پارسی کهن به دفترهای داوران یا قضات و دبیران منشیها می گفتند. استفاده در قرآن کریم: یوم نطوی السماء قطعی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین، سوره 21 آیه 104. سجیل از دو کلمه پارسی سنگ و گل ساخته شده است و به پاره گل خشکیده که چون سنگ باشد میگویند. استفاده در قرآن: و امطرنا علیها حجارة من سجیل منضود، سوره 11 آیه 82. نام کتاب: قرآن سروده‌ای به سبک پارسی. بخش پنجم. نویسنده: حسن عباسی. راوی: ارجنگ رمضانی. ویرایش و موسیقی: ساسان قره‌داغی. تاریخ تولید: فروردین ماه سال 1397. تعداد صفحات: 28 صفحه. موضوع: تحقیقی تاریخی. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. سغر که در پارسی و پهلوی سگر می باشد، نامی برای آتش آخرت است که گناهکاران در آن خواهند سوخت و نیز به معنای غر چای آتش می باشد. سخف که معرب چخف می باشد، به معنی بام، آسمانه، تارم، تاق و آسمان سرا است و ریشه پارسی آن اسکوب و اشکوب می باشد. سل یک نوع بیماری است که از روزگاران کهن در میان آریاییان شناخته شده بوده است و میکروب آن در سال 1882 توسط پروفسور کوخ آلمانی کشف شد. این بیماری به قسمت‌های مختلف بدن چون استخوان، مفصل، ریه و کلیه سرایت می‌کند و مشهورترین آن سل ریوی است. میکروب سل از طریق برخورد با بیماران و گرد و خاک و هوای آلوده به این میکروب و یا از راه جهاز هاضمه توسط غذاهای آلوده منتقل می شود. سلسبیل در زبان پارسی کهن به چشمه‌ای در بهشت می گفتند که می خوشگوار از آن بیرون می آمده است و نیز معنی نرم و روان هم آمده است. سماجت، این واژه از ریشه سمجه که پارسی می باشد ساخته شده است که به معنای پایفشاری، لجبازی، پیله کردن، پیفشاری و یک دندگی است. سندس، این واژه که پارسی است به معنای دیبای نازک، پارچه ابریشمی، ظریف و دیبای لطیف و گران قیمت می باشد. استفاده در قرآن:
با کلمه استبرق سندس هم آمده بود. آیه 31 سوره 18. سیاس از ریشه سیاست و ساستاری پارسی گرفته شده که به معنای چالاک، زیرک، سیاستمدار و سیاست پیشه می باشد. سیل به معنی تند آب و طوفان آب و یا آب دیوانه، زمینکن و پیچان آب می باشد که در پارسی کهن به آبهای فراوانی که در اثر بارندگی شدید و زیاد موجب خرابی هایی بر روی زمین می شده است اطلاق می شود. در زبان عربی واژه های بسیاری از سیل درست شده است، چون سیال، سیاله و غیره. شهر در زبان پهلوی به معنی آبادی بزرگی است که دارای خیابان‌ها، کوچه‌ها، خانه‌ها و دکان‌های فراوان باشد و مردمان بسیاری در آنجا زندگی کنند. در پارسی کلمات بسیاری از آن ساخته می‌شود، چون شهردار، شهرآشوب، شهروند، شهرآرا، شهربان، شهرسازی، شهرستان، شهریار، شهریور و غیره. شهر در زبان عربی به جز این که برای ماهی در سال استفاده می شود، کلمات دیگری چون اشتهار، مشهور، شهره، شهرت، شهیر و غیره هم از آن ساخته شده است. شیاد که از ریشه پارسی شید گرفته شده است، به معنی فریبکار، نیرنگباز، کلاهبردار، گمراه کننده و فریبگر می باشد. غش واژه‌ای از پارسی به معنای ناصره، ناویژه و لکه‌دار که در زبان عربی کلمات اختشاش، مبشوش و غیره از آن درست شده است. قصاف معرب گنداب پارسی می باشد. تب معرب تب می باشد که در اصل پهلوی پارسی است. تب مرضی است که حرارت بدن را زیاد می کند و نبض سرعت می گیرد. واژه طبیب در برخی از کشورهای اروپایی نیز استفاده می شود. طبق این واژه که معرب تیغ پارسی می باشد، از ریشه تبک، تنبک و تنبوک پهلوی گرفته شده است. واژه های بسیاری در عربی و پارسی از تبق یا تیغ ساخته شده است، چون تابق، تطابق، تطبیق، مطابق، منطبق. تناب واژه ای از پارسی که به ریسمانی، کلوفت، پالهنگ و رسند بلند می گویند. عطر که معرب اتر می باشد، از اصل پهلوی پارسی است، به معنی بوی خوش. علف معرب علف می باشد که به گیاه رستنی و رویدنی اطلاق می شود. غلط معرب غلط پارسی می باشد که غلط در پارسی به معنی گردانیدن و حرکت و گردش از یک پهلو به پهلوی دیگر می باشد، چون غلط خوردن، غلط دادن و غلط زدن. از این واژه در زبان عرب کلمات مغالطه، مغلطه، مغلوط و غیره ساخته شده است. غماز از ریشه پارسی غمزه گرفته شده است. برابر غماز در پارسی غمزگر، باناز، کرشمه، چشمکزن، سخنچین، دوربهمزن و آشوبگر می شود. غفل که معرب گبل پارسی می باشد، به آلتی فلزی می گویند که درب خانه، دکان و یا صندوق و غیره را توسط آن می بندند. فلک که به معنی چرخ برین، سپهر، آسمان، گیتی، گردون و غیره می باشد، واژه‌ای پارسی است که وارد زبان عربی شده و کلماتی چون افلاک نیز از آن ساخته شده است. در پارسی از این واژه فلکه را داریم که به معنی گردگاه، میدان، گردجا می باشد. استفاده در قرآن: و کل فی فلکه یسبحون، سوره 36 آیه 40. قاضی از ریشه پهلوی پارسی کادیک گرفته شده است که به معنای داور، داور و دادرس می باشد و در زبان عرب کلمات بسیاری از این واژه ساخته شده است، از جمله اقتضا، تقاضا، قضا، قضاوت، متقاضی، قضیه، مقتضی و غیره. قانون از ریشه پارسی کانون گرفته شده است که در اصل به معنای پایگاه، مرکز، جایگاه آتش و آتشدان بوده است و در نام دو ماه از ماه‌های سریانی هم، کانون اول و کانون دوم که برابر با دسامبر و ژانویه می باشد، واژه کانون دیده می شود. کانون نام یکی از آلات موسیقی یا قانون می باشد که شبیه سنتور بوده و با دست نواخته می شود. قانون در اصطلاح کنونی نیز به معنای اصل و اساس چیزی و نیز به معنی مقررات و احکامی است که از سوی ارگانی دولتی و یا ملی برای حفظ نظم و اداره امور شهر و کشور پدید آید. قسط از کلمه پارسی کست و کاست
به معنای کم کردن گرفته شده است. در زبان عرب از این واژه کلمات اقساط و تخصیط و غیره نیز ساخته شده است. استفاده در قرآن و نعز الموازین القسط سوره انبیا آیه 47. کافور، کاپور، کفور، کانفر در زبان پهلوی پارسی به داروی گفته می شود که سفید رنگ و خوشبو است و از ترکیب چند گیاه درست می شود. کافور، کانفور نام درختی نیز می باشد که در جنگل‌های شرقی آسیا و مناطق کوهستانی هند، چین، تاجیکستان و ژاپن می روید و بلندی آن تا 60 متر و قطر آن تا 2 متر می رسد. گلهایش کوچک و سپید و برگایش بیزی و سبز و دارای بوی مخصوصی است. کافور دارای بوی قوی است که برای ضد عفونی، پایین آوردن حرارت، تقویت قلب و کاهش شهوت به صورت قرص و پودر و یا محلول‌های روغنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنز که همان گنج پارسی است و به علت عدم وجود گاف در زبان عربی تغییر شکل داده و کاف به جای گاف و ز به جای جیم را گرفته است. استفاده در قرآن والذین یکنزون الذهب والفضة سوره 9 آیه 24. کلمه از ریشه کلوم پهلوی گرفته شده است که واژه قلم، قلم، کلم نیز از همین خانواده می باشد. کلوم در زبان پهلوی به معنای واژه و سخن می باشد. استفاده در قرآن یک سوره در قرآن به نام قلم آمده و چند بار هم مورد استفاده قرار گرفته است. کوورت از واژه پهلوی پارسی کرد گرفته شده است که به معنای نابینا و بیفروغ شدن می باشد. کوورت فعلی است در زبان عرب که برای نابینایی و بیفروغی خورشید استفاده شده است. استفاده در قرآن یکوور اللیل و علی النهار و یکوور النهار و علی اللیل شب را با روز کور می کند و روز را با شب سوره 39 آیه 5 و از شمس کوورت آنگاه که خورشید کور می شود سوره 82 آیه 1 و کلن همین سوره به نام تکویر کور شده خوانده شده است. مال واژه پارسی است که به چهار پایان و ستوران اطلاق می شود، اما مال در زبان عربی به تمامی ملک و دارایی به فرد گفته می شود. در زبان عرب واژه های بسیاری با این کلمه ساخته شده است، مانند مالیات، مالیه، تمول، اموال و غیره. استفاده در قرآن یوم لا ینفع مال سوره شعرا آیه 88. مایه از ریشه پارسی مایه می باشد که به معنای آبکی، آبدار، آبسان، آبگونه و خلاصه به هر آنچه خلاف جامد باشد گفته می شود. در زبان پهلوی مایه به معنای اندازه، دستگاه، سامان و بنیاد چیزی نیز اطلاق می شود. مرجان در اصل پارسی است که به نوعی از جانوران دریایی که شبیه به گیاه است و به زمین میچسبد گفته میشود. نوعی از مرجان سرخ است که چون گل بر روی ساقه آهکی قرار دارد و آن را در جواهرسازی برای ساختن اشیای گرانبها به کار میبرند. برخی از مرجان ها به مقدار زیادی در یک جا جمع میشوند و با ترشح نمودن مواد آهکی به دور خود اجساد بزرگی انباشته می شود که به صورت جزیره های بزرگی در اقیانوس ها در می آیند که آنها را جزایر مرجانی می گویند. اعراب فقط مرجام را به معنی مروارید گرفتند. مزبله از ریشه زباله پارسی گرفته شده است که به معنای زبالدان، خاکروبدان و آشغالدان می باشد. مزجاه همان کلمه اندک پارسی است که وارد زبان عرب شده و تغییر شکل داده است. مزلف که از ریشه پارسی زلف گرفته شده است به معنای زلفدار، بچه بیریش، هرزگر و گمراه می باشد. مسجد از ریشه پهلوی مزجد که به جایگاه نیایش و ستایش گفته می شود گرفته شده است و به علت عدم وجود گاف در عربی به ج تغییر شکل داده شده است. مسک همان مشک یا مشک پارسی است. مشک ماده خوشبویی است که در ناف آهوی مشک فراهم می آید. آهوی مشک به آهوی ختن و آهوی تاتار نیز مشهور است، در کوههای پامیر و منطقه ختن و هیمالیا پیدا می شود. این آهو دو دندان سفید و دراز شبیه به دندان فیل داشته و زیر شکمش کیسه کوچکی است که در آن ماده جمع می شود که با مالیدن شکم خود به سنگ کوه آن ماده را بر زمین ریخته و خشک می شود که آن ماده خوشبو را آریاییان
جمع‌آوری نموده و با نام مشک به سراسر دنیا صادر می‌نمودند. در روزگاران قدیم مشک آریایی یکی از صادرات مهم این مردم به سوی سوریه، فلسطین، حجاز، چین و روم بوده است. مشک از کلمه پارسی شبکه گرفته شده است، به معنای سوراخ، سوراخ شده، روزنه‌دار، شبکه، شبکه شده، بخش بخش شده و غیره. مسلوب عربی شده کلمه چلیپ، چلیپای پارسی است. چلیپا را در پارسی به تیرگی از گیاهان که گلهای آنها دارای چهار برگ و به شکل صلیب یا چلیپا است چون گل شبو میگویند. چلیپا در فرهنگ شاعران کنایه‌ای از زلف یار هم بوده که چون صلیب بافته می شده است. استفاده در قرآن: ثم لا صلبنکم اجمعین، سوره اعراف آیه 124. متلا به کمک کلمه فارسی طلا، طلا ساخته شده است که به معنای زراندود، زرکاری شده و طلا اندود می باشد. طلا به معنی زر یکی از فلزات گرانبها به رنگ زرد می باشد که در 1100 درجه حرارت ذوب می شود. اسیدها به تنهایی در طلا اثر نمی کنند، اما مخلوطی از جوهر نمک و نیز آب آن را حل می کند. معادن طلا بیشتر در کوههای اورال به صورت رگههایی در داخل صخره ها یا به حالت ذرات مخلوط با شن و خاک وجود داشته و دارد. در ایران، آمریکا و استرالیا نیز در بعضی مناطق طلا به دست می آید. مغموم که واژه‌ای از عربی شده که از اصل پارسی غم گرفته شده است و به معنای اندوهگین، غمدار، افسرده، غمناک، پژمان، رنجور، پژمرده، اندوهناک، روانخسته و پریشان می باشد. مفتول از ریشه پارسی پلیته، فتیله گرفته شده است به معنای فتیله دار و تابدار. پلیته به پنبه و یا لته تاب خورده یا نوار نخی که در چراغ نفتی و روغنی بگذارند گفته می شود. جنب مغلید یا مغلات که همان کلید پارسی است می باشد که اغلید یا کلید و اقالید هم می گویند. ملوک را زبان عربی از کلمه لک یا لکه پارسی گرفته شده است که به معنای لکه‌دار، چرکین، ناپاک، آلوده و لک شده می باشد. ممهور از مهر پارسی گرفته شده است به معنای مهر شده. موج واژه‌ای از پارسی که وارد زبان عربی شده است و کلماتی چون مواج، متموج و تموج نیز از آن ساخته شده است. نون، النون، اونون پهلوی است که به معنای هر چی می‌خواهی بگو، هر کاری که می‌خواهی بکن. نون فرمان و رخصت آزادی برای عمل و انجام کاری است. استفاده در قرآن: نون و القلم و ما یسترون، سوره قلم آیه 1. نسخ همان نسک پارسی است. نسک در زبان پهلوی به کتاب و یا بخشی از کتابی گفته می شود و نیز هر بخش از 21 بخش کتاب اوستا را که به منزله فصل و باب می باشد را هم نسک، نسکا و نسکه می گفتند. در زبان عرب از واژه نسک یا نسخ کلمات بسیاری چون استنساخ، تنسیخ، منسوخ، ناسخ و نسخه ساخته شده است. استفاده در قرآن: فینسخ الله ما یلقی الشیطان، سوره حج آیه 52. نظر همون نگر پارسی است که به علت عدم وجود گاف زا جای آن را گرفته است و با این کلمه معرب یا عرب شده اعراب واژه‌ها و افعال بسیاری چون انظار، انتظار، مناظر، منتظر، ناظره، منظور، ناظر، نظار، ناظره، نظری، نظیر، نظریه و غیره را ساختن. نقش همون کلمه پارسی نقش می باشد که معنای رد، پیکر، نشان، پینگار، برنامه، تندیس، راهکار می باشد. نقل واژه‌ای پارسی است که به شکر بادام ریز گفته می شود و نوعی شیرینی که از شکر درست می کنند و نیز به آنچه برای تغییر ذائقه بخورند گفته می شود. در زبان عرب کلمات تنقل و تنقلات که به آجیلها و خوردنی های سرگرم کننده می گویند نیز از نقل ساخته شده است.
نور واژه‌ای پارسی است که از ریشه پهلوی آر، آنور، آتر، آترش و نیز نار، انار، آذر گرفته شده است و به معنای آتش، روغ، روشنایی، رخشندگی، پرتو و درخشش می باشد. ورق همان برگ پارسی است که در زبان عرب تغییر شکل داده است. ورم واژه پارسی است که در چم باد کردن یا آماس کردن می باشد. در زبان عرب واژه‌هایی چون تورم، متورم و غیره نیز از آن ساخته شده است. وزارت از کلمه پارسی وزیر گرفته شده است که در پارسی می شود وزیری. هندسه همون کلمه پارسی اندزه و اندازه می باشد که در زبان عربی تغییر شکل و شمایل داده است. اندازه یا هندسه به معنی مقدار، پیمانه، مقیاس و آنچه که مقدار چیزی را با آن تعیین کنند، قدر، مرتبه، لیاقت، دانش، اندازه یابی، پیمایشگری، نقشه برداری و غیره می باشد. هود در پارسی به معنای آتشگیره، لته سوخته و غیره می باشد. هود نام یکی از رؤسای قبیله آدمیان و نام فرزندی از نوح هم بوده است که تخلف بزرگی مرتکب شد ولی بعداً توبه کرد و گفت گویی یک بار در آتش سوختم و دوباره از خاکسترم موجود دیگر شدم. بدین رو آریایی‌ها از دیر زمان به تمامی فرزندان آدم یهود و یهودیان فرزندان هود می گفتند. یاقوت که یاکند پارسی است، نوعی سنگ گرانبهاست که از معدن به دست می آید و سرخ رنگ و زرد و کبود و سبز و سفید می باشد. نوع سرخ رنگ آن از بهترین سنگ های گرانبهاست. واژه های حبشی در قرآن: هوب گناهی، دوری درخشندگی، سینین زیبایی، شتره روبرو، تاها یا پیامبران، تاغوت کاهن آخوند، الارم سد آب، غیظ کاسته شدن، غوره سیر، کفل دو برابر، مشکوه روزنه، منسا عصر، ناشته شب زنده‌داری، یاسین ای انسان، یسدون ناله می کند. چند واژه رومی در قرآن: صراط راه، تفق قصد کردن، فردوس باغ، قسط عدالت، قسطاس ترازو. چند واژه سریانی در قرآن: یم الیم دریا، هون حکیمان، قیوم کسی که نمی خوابد، عدن درخت انگور، جنات عدن باغهای انگور، تور کوه. چند نمونه از واژه‌های عبری در قرآن: اخلد به سوی پستی زمین تمایل کرد، بعیر هر چیزی که بر آن بار کنند، راینا دشنامی است به زبان عبری، الرحمن اصل عبری آن رحمان است یعنی بخشنده، توی مرد مرغوم نوشته شده، هدنا توبه کردیم، غمل نوعی ملخ است. چند نمونه از واژه های نبتی در قرآن: ورز ریسمان و پناه، ورا پیش، ملکوت فرشته، کفر پاک کرد، غت کتاب، مذهن پاره پاره کردن، سینا زیبایی، سفره خوانندگان، حواریون شستشو دهندگان، حسب هیزم، اکواب کوزه ها، اسفار کتاب ها، آل خداوند، الیم دردناک. هرچند سال 1359 در نشریه ارشاد چاپ ایران و در سال 1361 در کتاب اجتهاد نوپردازی در اندیشه در مورد عصمت و خطاها و اشتباهات پیامبران و امامان شرح مختصری نوشتیم، اما در اینجا چون سخن از قرآن است و چگونگی سرودن و پیدایشان، لازم است که درباره این مسئله مهم یک بار دیگر صحبت کنیم. اما در آنجا نوشتیم که عصمت و معصوم بودن دال بر اشتباه و خطا نکردن نیست، زیرا هر کسی میتواند انسان معصومی باشد اما خطاکار هم باشد. در این رابطه اول بایستی دید که معنی عصمت چیست. در المجأم العربی می‌خوانیم که عصمت یعنی قدرت دوری از گناه برای فردی که توانایی انجامش را دارد، و به درستی پیداست که دوری از گناه با دوری از خطا و اشتباه فرق دارد، زیرا گناه یک مسئله دینی و وجدانی است که بار معنوی دارد
اما خطا و اشتباه هر دو واژه های عربی هستند. در هر روز و هر ساعت نسبت به انجام امور روزانه سیاسی اجتماعی خانوادگی امکان و وقوع دارد و فرد هرچند پاک و منزه از گناه باشد اما میتواند در کارها و تصمیم گیری های روزمره دچار شبهه و خطا بشود. در طول تاریخ هیچ عالمی منکر این خطاها و اشتباهات نشده است، الا اینکه کلاه شرعی فلسفی سر قضیه کردند و به جای استعمال واژه خطا و اشتباه از کلمه ترک اولا استفاده نمودند که این واژه خطا و اشتباه است، زیرا ترک اولا یعنی گزینش یک را از میان چند را و آنچه ارجح تر بوده است ترک شده و آنچه ارجح نبوده گرفته شده است، که این هم با خطا و اشتباه در ذات کلمه فرقی ندارد. باری در پی این خطاها و اشتباهات بارها و بارها پیامبر اسلام توسط مشاوران برجسته خود توبیخ شده است، که البته این توبیخ را هم علما عتاب یعنی سرزنش نمودن خواندند و توبیخ کننده را نه مشاوران بلکه جبرائیل و خداوند نامیدند و ما قبلا تجسم فیزیکی یک ملائکه از آسمان آمده به سوی پیامبر اسلام را از سوی خداوند تشریح کردیم و پی بردیم که فرستادن فرستاده برای فرستاده اساساً کاری خطاست و از طرفی می توانیم این را بپذیریم که مشاوران درجه یک پیامبر اسلام چون سلمان پارسی، صاحب رومی، بلال حبشی، بحیرا اهل بصره و غس فرزند سائه که در مورد این شخص مجال سخن گفتن در این نوشته نشد و غیره که در آفرینش اسلام و پیدایش قرآن نقش مهمی داشتند، در کنار هوش و استعداد و حس نهان پیامبر اسلام جبرائیل بودند و فرستاده خدا و در غیر این صورت شأن و مرتبت حضرت محمد به مراتب کاهش پیدا خواهد کرد، زیرا که خداوند تا آن حد پیامبرش را لایق نمی دانسته که با او مستقیما سخن بگوید و یا گوشی تلفن را برداشته و بدون واسطه و رابطه با او گفتگو کند. لذا شخص ثالثی را برای این کار برگزیده که هی برود و هی بیاید و پیام رد و بدل کند. باری سرزنش هایی که پیامبر اسلام شنیده است و تو با امروز در قرآن موجود است در مورد مسائل متعدد و مختلفی بوده است. یک، مثلا انگامی سرزنش شده از اینکه در کنار الله یا خداوند اله خدای دیگری قرار داده است. لا تجعل مع الله اله آخر، با خداوند بزرگ خدای دیگری قرار مده، سوره 4 آیه 150. دو، هنگامه دیگر پیامبر اسلام سرزنه شده از اینکه در برابر دیگران ترسیده و شک نموده و پا عقب کشیده است، فلا تکن من الممترین، سوره 3 آیه 60. ای پیامبر تو خود از شک کنندگان به دینت مباش. سه، پیامبر اسلام سرزنش شد از اینکه دلگیر و غمگین می شده است از گفته رقیبان و پیران قریش که وی را تهدید می کردن و لقد نعلم انک یزیغ صدرک بما یقولون، الحجر آیه 97. ای پیامبر ما به درستی می دانیم که تو از گفته های آنها دلگیر و نگران می شوی. چهار، سرزنش شده از پیامبر اسلام از اینکه بعضی از اوقات مسائل فلسفی قوی و وقایع تاریخی مهم را که توسط جبرائیل ها یا مشاورانش سروده می شده است را نمی توانسته بپذیرد و در بیان آنها شک می کرده است، که در این موقع از او دعوت می شده تا برود و تاریخ و فلسفه را مطالعه کند. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، سوره یونس آیه 9. و اگر ما به آنچه که ما می سراییم فرود می آوریم از سخنان تاریخ و فلسفه شک داری و نمی توانی آن را درک کنی، برو و از کسانی که کتاب خواندن را می دانند و تاریخ قبل از تو را خواندند بپرس. 5. و نیز پیامبر اسلام سرزنش شده است از این که به سخن کفار و منافقین گوش کرده و از آنها اطاعت نموده است. اینجا مسئله خیلی زیباست که در قرآن دقیقا از واژه لا تطع یعنی اطاعت مکن استفاده شده است و این مربوط به هنگامه می شود که ابو سفیان و اکرمه بعد از جنگ احد به مدینه آمده و در خانه عبدالله ابن ابی با پیامبر اسلام یک جلسه سری تشکیل دادند و از پیامبر اسلام خواستند تا خدایانشان را به بدی یاد نکند و به شفاعت کردن آنها چون قبل از آوردن اسلام قائل باشد. پیامبر اسلام پذیرفت تا چنین کنند اما جبرائیل ها نپذیرفتند. نقل از الهی قمشهی پاورقی قرآن آیه 1 سوره احزاب با این آیه یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، سوره احزاب آیه 1.
یا پیامبر به خداوند پناه ببر و از کفار و منافقین اطاعت مکن. 6. بارها پیش می آمده است که پیامبر اسلام شتاب زده می شده است و سخنانی به زبان می آورده با عنوان آیات قرآنی که مورد تایید مشاوران یا جبرئیل نبوده است. در این هنگامها از وی دعوت می شده است که از خداوند بخواهد تا علمش زیاد شود تا سخن نسنجیده ای را به زبان نیاورد. ولا تجعل بالقرآن من قبل از یؤتی الیک وحی و قل رب زدنی علما. سوره طه آیه 114. در خواندن گفتارت به نام قرآن پیش از آنکه وحی به سویت بیاید شتاب نکن و همواره بگو خداوند دانش مرا فزون کن. احمد اینجا ندارد مال سود، سینه باید پر ز عشق و درد و دود. اعمی روشندل آمد در منبد، پند او را ده که حق اوست پند. مولوی. 7. در هنگامی که پیامبر اسلام در پی پیشنهاد سران قریش خواست که با آنان جلسات جداگانه ای بگذارد که در آن مورد نیز سریعاً پیامبر اسلام توسط قرآن مورد سرزنش قرار گیرد. ولا تدرد الذين يدعون ربهم بالغدو والعشا فنكون من الظالمين. سوره انعام آیه 52. کسانی که با تو خداوند را هر صبح و شام میخوانند را از خود طرد مکن، اگر چنین کنی از ستمکارانی. 8. در همین رابطه مواقعی پیش می آمد که پیامبر اسلام در هنگامی که سرگرم گفت و شنود با سران قریش بود، پاسخ سلام مسلمانان تویدستی را که از کنارش عبور می کردند را نمی داد، زیرا که در ابتدای کار اشراف قریش مرتب پیامبر اسلام را سرزنش می کردند که یاران تو مشتی گدا و پابرهنه و برده هستند. و سوره در قرآن دقیقا در همین مورد آمده و پیامبر اسلام توبیخ شده است از اینکه جواب سلام ابن مکتوم که مسلمان گدا و نابینا بوده را نداده است. عبس و تولی ان جا الامی. سوره عبس آیه 1. ترش روی کرد و روی برگردان آنگاه که آن مرد نابینا آمد. اما من استغنی فانت له تصدی. اما آن کسی که توانگار است تو روی خود بدو میدهی. و اما من جاک یسعا و هو یخش فانت عنه تلهی. و اما آن گدایی که دوان دوان به سوی تو می آید و می ترسد، تو او را رها کرده به دیگری می پردازی؟ قتل الانسان ما اکفره. مرگ برای این آدمی باد که چه ناسپاس است. 9. و نیز پیش می آمده است که پیامبر اسلام در چاهای فتنه های دشمنان خود افتاده است و به گفته قرآن در برابر آنان و خواسته هایشان زانو زده. زانو زدن دقیقا واژه ای است که در قرآن استفاده شده است و یا نزدیک بوده است که بزند. و این کادو لیفتنون که ان لذی اوهینا علیک لتفترا علینا غیره ولو ان ثبتنا که لقد قد ترکن الیهم اذا لازقنا که ضعف الهیب و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. سوره الاسرا از آیه 73. نزدیک بود که اشراف قریش تو را بفریبند از آنچه که به تو وحی کرده بودیم تا به ما تهمت زده و دروغی را که به ما نسبت دهی تا با تو دوستی کنند، و اگر نه آن بود که پایداریت داده بودیم نزدیک بود که اندکی در برابر آنها زانو بزنی که در آن صورت تو را دو چندان در دنیا و دو چندان در آخرت عذاب میکردیم و برای خودت یاوری بر ضد ما نمیافتی. البته بسیاری از علما این آیه را به قرانیق هم مربوط می دانند، اما چون ما در این خصوص یعنی آیات قرانیق مفصل سخن خواهیم گفت در اینجا زیاد وارد بحث نمی شویم. نام کتاب قرآن سروده‌ای به سبک پارسی. بخش ششم. نویسنده حسن عباسی. راوی ارجنگ رمضانی. ویرایش ساسان قره‌داغی. تاریخ تولید فروردین ماه سال 1397. تعداد صفحات 28 صفحه.
موضوع تحقیقی تاریخی تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. تعداد همسران پیامبر اسلام. مسئله مهمی دیگری که پیامبر اسلام چندین بار در مورد آن سرزنش شده است و به مراتب در آیات قرآنی آمده است به همسران وی مربوط می شود. در همین جا یک بار دیگر ذکر مسئله حجاب ضروری است و آن اینکه آیاتی که در مورد پوشیدن زنان آمده است و از زبان عمر جاری شده و تاکنون در قرآن مانده است مربوط می شده به زنان پیامبر، زیرا وی زنان بسیاری داشته و چون رهبر امتی بوده است و آن هم نه خودش بلکه عمر که پدر یکی از همسران وی بوده، به پیامبر اسلام پیشنهاد میکنند که زنان شما یعنی پیامبر اسلام خود را بپوشانند، که این مسئله بعداً عمومیت داده شد به تمامی مسلمین، وگرنه پیامبر اسلام خودش عایشه را با گیسوان بلند و زیبایش به روی دوش خود مینهاده است و به تماشای بازار و رقصهای کولیا میبرده است. از سوی پس از اینکه مسئله رابطه عایشه با آن اعرابی مطرح شد، نیز بیشتر مسئله پوشش و در حرم ماندن زنهای پیامبر جدی شد. حمیرای پیامبر که بود؟ در رابطه با عایشه چون سخن رفت، بد نیست که به مسئله او در میان ایرانیان اشاره کوتاه کنیم. همه به خوبی می دانیم که سالیان سال حتی تا به امروز نام عایشه در میان ایرانیان شیعه مساوی بوده است با فاحشه و کلن عایشه به عنوان فوشی بسیار بد برای زنان و دختران استفاده می شده و می شود و این مسئله چون عمر سوزان مورد تایید همه روحانیون هم بوده است و هرگز جای دیده نشده است که روحانی عایشه مساوی با فاحشه و عمر سوزان را نفی کند، به ویژه اینکه اصلا در میان شیعیان هیچ دختری عایشه نام نهاده نمی شود. با اینکه عایشه بزرگترین عشق و محبوبترین همسر پیامبر اسلام بوده است و چنانچه در صحیح و یا صحاح بخاری آمده است، پیامبر اسلام بارها به عایشه نماز خوانده است، یعنی عایشه در برابر پیامبر دراز کشیده بود و محمد رو به او و رو به قبله نماز خوانده است. عایشه خواسته از جا برخیزد، اما پیامبر اسلام گفته است نخه، یا حمیرای من آسوده باش، خداوند هم نمازی را بهتر خواهد پذیرفت که اگر حمیرای چون تو رو در رویم باشد. نقل از صحاح بخاری. باری این را بایستی در لابلای تاریخ جوست که چرا عایشه، کسی که پیامبر اسلام از 6 سالگی او را نامزد خود کرد و در 8 سالگی یا 9 سالگی به خانه برد، را ایرانیان فاحشه می خوانند. چنانچه تاریخ تبرکی می نویسد، عایشه هرچند نامزد کسی دیگر بود و ابوبکر مخالف عقد او با پیامبر اسلام، اما پیامبر اسلام توانست همه را راضی کرده و عایشه را به عقد خود درآورد. در رابطه با فتنه‌گری ها و طنازی های عایشه نیز پیامبر اسلام در قرآن سرزنش شده است. می دانیم که پیامبر اسلام بین 15 تا 20 همسر رسمی داشته و به علاوه 10 ها کنیز که اکثر آنها را در جنگ ها به عنوان غنیمت به دست آورده بود، زیرا آیین جنگی تازیان بدوی را پیامبر اسلام هم پذیرفته بود و به آن عمل می کرد. در پی پیروزی لشکر فاتح علارغم اینکه دارایی‌های شکست خورده ها را به عنوان غنیمت صاحب می شدند، دختران و زنان شکست خورده نیز بین سپاه فاتح تقسیم می شدند. حتی اگر زنانی بودند که دارای همسر و فرزند بودند، بر اساس فتوای پیامبر اسلام به همسران خود حرام می شدند و جزو غنایم جنگی محسوب می شدند و سپاه فاتح می توانست آنها را صاحب شود. در این مورد تنها به نقل سخنی از یاران پیامبر اسلام اکتفا می کنیم. هنگامی که سپاه اسلام برای جنگ با بنی اصغر آماده می شد و پیامبر اسلام از مردم دعوت به شرکت می کرد، جد یکی از سپاهیان نامدار اسلام به پیامبر اسلام گفت ای پیامبر، به من اجازه ماندن ده و مفتونم مکن. مردم می دانند که هیچ کس از من به زنان دلبسته تر نیست و بیم آن دارم که اگر زنان بنی اصغر را ببینم شکیبایی از آنها نتوانم. چنانچه بارها گفته شده است، خود پیامبر اسلام هم عشق بسیاری به زنان داشت و می گفت که از دنیا سه چیز را برگزیده: زن، عطر، عبادت. بدین رو در پیروزی جنگ ها قبل از همه پیامبر بود که زن دلخواه خود را از میان بازماندگان سپاه شکست خورده انتخاب می کرد و رسم وی برام بود که عبای خود را به روی زن دلخواه می انداخت، یعنی آن زن گزیده اوست.
اغلب همسرانی که پیامبر اسلام از جنگ ها به دست آورده بود کسانی بودند که دارای شوهر بودند و یا شوهران خود را در جنگ از دست داده بودند و یا هم با وجود زنده بودن شوهر زن به نکاح پیامبر اسلام در می آمد. چند نمونه را در اینجا از تاریخ الکبیر نوشته محمد ابن حریر طبری نقل می کنیم. صفیه شوهر اولش سلام نام داشت که پس از مرگ او چون خوشقامت و خوشصورت بود خواستگاران بسیار داشت و با مردی به نام کسانه ازدواج کرد. پیامبر اسلام در جنگ بنی نذیر فرمان داد تا گردن کسانه را بزنند. هنگامی که پیامبر به روز خیبر اسیران را میدید، ردای خیش را بر صفیه افکند که خاص او شد. صفحه 1295. به سال قضای مربسی که سال پنجم هجرت بود، پیامبر اسلام جویره دختر حارث را به همسری گرفت. بیش از آن جویریه همسر مالک ابن صفوان بود و جزء اسیران جنگ مربسی سهم پیامبر اسلام شد. پیامبر اسلام شنبا دختر عمروی غفاری را در پی قتل عام قبیلهش به همسری گرفت و چنان بود که وقتی شنبا به نزد پیامبر اسلام آمد عادت زنانه بود و پیش از آن که پاک شود ابراهیم پسر پیامبر اسلام بمرد و شنبا که از غنایم جنگی بود گفت اگر محمد پیامبر بود محبوب ترین کسی او قبل از زفاف با من نمی مرد. در پی این سخن پیامبر اسلام او را رها کرد. صفحه 1296. پیامبر اسلام از زیبایی و خوش اندامی غضبه دختر جابر شنیده بود و ابو اسید را به خواستگاری او فرستاد. وقتی زن پیش پیامبر اسلام آمد برای همخواب بگی برای همخواب بگی برای همخوابگی مخالفت کرده گفت رأی من در این کار دخالت نداشت و از تو به خدا پناه میبرم. پس پیامبر او را پیش کسانش فرستاد. پیامبر اسلام ام حبیبه دختر ابو سفیان را که شوهر داشت به نام عبیدالله و جزو مهاجرین به حبشه رفته بود و در آنجا مسیحی شده بود را نیز به نکاح خود درآورد. البته برخی نوشتند پس از مرگ شوهرش. زن دیگری را پیامبر اسلام به نکاح خود درآورد که قصه اش را همه شنیدند و چند آیه در قرآن به این مسئله مربوط می شود. وی زینب همسر زید بن حارث پسرخوانده پیامبر اسلام است. روزی پیامبر اسلام به خانه پسرخوانده خود رفت. زینب بود اما زید نبود. پیامبر اسلام با دیدن زینب بی حجاب در خانه به شعف آمد و گفت فتبارک الله احسن الخالقین. وقتی زینب قصه را با شوهرش باز گفت و چون زید درک کرد که پیامبر اسلام از همسر او خوشش آمده وی را به خانه پدر خود فرستاد. در تایید این ازدواج آیه در قرآن آمده است، سوره احزاب آیه 37. زنانی که پیامبر اسلام خواست اما به آنان دست نیافت. علی‌رغم تمامی زنان و کنیزانی که در حرم پیامبر اسلام بودند، هر از چندی از زنان دیگری نیز پیامبر اسلام خواستگاری میکرد و با همه اقتدار و عظمتی که پیامبر اسلام داشت افرادی بودند که همخوابگی و ازدواج با وی را رد میکردند. از جمله امهانی دختر ابو طالب بود که نامش هند بود. پیامبر اسلام از او خواستگاری کرد و امهانی نپذیرفت و گفت فرزند دارد. و نیز زبائه دختر عامر را از پسرش سلمه خواستگاری کرد و گفت تا رأی او را یعنی مادرم را بپرسم. وسطت انجام نشد. صفیه دختر بشامهر را که اسیر شده بود پیامبر اسلام خواست اما صفیه نپذیرفت و او از پیامبر اسلام خواست تا با شوهرش بماند و پیامبر اسلام اجازه داد. همچنین پیامبر اسلام از ام حبیب دختر عباس خواستگاری کرد اما عباس همشیری خود را با پیامبر اسلام بهانه کرد و عقد انجام نشد. دیگر اینکه پیامبر اسلام جمره دختر حارث را نیز خواستگاری کرد و پدرش به دروغ گفت دخترم عیبی دارد. صفحه 1298. و اما خطای دیگر پیامبر اسلام. باری یکی از اشتباهات دیگر پیامبر اسلام همین مسئله زنان او بوده است، به گونه‌ای که تقریبا 3 سوره نساء، احزاب و تحریم با بیش از 100 آیه در مورد پیامبر اسلام و زنانش آمده است که البته همه این آیات خصوصی بوده و مختص خود پیامبر بوده است. اما به علاوه ماندن تا به امروز این آیات همگی جزء احکام اسلامی هم شده است و در جایی از سوره احزاب پیامبر اسلام
شدیداً منع شده است از اینکه زنی جدید بگیرد و حتی از واژه حرام استفاده شده است که اگر زنی جدید بگیرد. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن. سوره احزاب آیه 52. پس از این زنان هیچ زن دیگری بر تو حلال نیست و نه می توانی زنی به جای زنی اختیار کنی، یعنی زنی را با زن دیگر عوض کنی، هرچند که از زیبایی آنها، یعنی زنانی که خواهیدید، تو را خوش آید. لازم به یادآوری است که در زبان جاهلیت رسم بود که اعراب زنان خود را با هم تبدیل و تعویض می کردن. قصه از این قرار بوده است که چون برخی از زنان پیامبر اسلام غنایم جنگی بودند، در نگاه زنان دیگر چون عایشه که سوگولی حرم بود منزلتی کمتر داشتند و زنان اشراف قریش چون عایشه دختر ابوبکر، حفظه دختر عمر، اسماء دختر عثمان، ام حبیبه دختر ابو سفیان و زینب توطئه‌ای تدارک می‌بینند تا پیامبر اسلام به خانه زنان کنیزش، خصوصا ماریه که سیاه چهره بوده است، نرود تا بتواند بیشتر به زنان دیگرش برسد و پیامبر اسلام در دام دسیسه زنان میفتد و در حضور آنها سوگند یاد میکند که دیگر با ماریه همخوابه نشود و او را بر خود حرام کند. در پی این سوگند آیه قوی و تند برای سرزنش پیامبر اسلام میآید: یا ایها النبی بما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. سوره تحریم آیه 1. ای پیامبر، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده است برای خوشنود ساختن زنانت بر خود حرام میکنی؟ رفع خطا کن که خداوند آمرزنده و مهربان است با تو. البته شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان در رابطه با آیه تحریم قول دیگری را هم نقل کرده است و آن اینکه پیامبر اسلام در خانه همسرش حفظه دختر عمر بود، حفظه برای دیدن پدرش از خانه بیرون می رود و حضرت محمد پس از چندی ماریه را به خانه حفظه برده و با وی همخوابه می شود. وقتی حفظه به خانه باز می گردد و از این جریان با خبر می شود، به پیامبر اسلام پرخاش می کند که چرا با زن سیاه کنیزی که بوی بد می دهد در خانهش همبستر شده است. پیامبر اسلام با پوزش خواهی از حفظه از او قول میگیرد به شرطی که واقعه را برای کسی نقل نکند، وی ماریه را به خود حرام کرده و او را به ابوبکر خواهد بخشید. پیامبر اسلام تحریم میکند ولی حفظه به قول خود عمل نکرد و جریان را برای همه تعریف میکنند و دیگر زنان پیامبر اسلام را به مسخره و سرزنش میگیرند و تحریم نمودن تبدیل زنان نیز از همین هنگامه آغاز شده است. لازم به یادآوری است که ماریه مادر ابراهیم تنها پسر پیامبر بوده است و ماریه هدیه بوده از سوی مقوقس برای حضرت محمد. پیامبر اسلام یک خواجه نیز داشت به نام مابور که مقوقس او را با دو کنیز دیگر به وی هدیه کرده بود. یکی از آنها ماریه بود که او را به زنی داشت. مقوقس این خواجه را با دو کنیز اهدایی فرستاده بود و گویند همو بود که گفته بودند با ماریه رابطه نامشروع دارد و پیامبر اسلام امام علی ابن ابی طالب را فرستاد و گفت او را بکشد و چون امام علی را مابور بدید و از قصه وی آگاه شد، جامعه از تن در آورد و معلوم شد که آلت مردی ندارد و امام علی دست از او بداشت. صفحه 1302 تاریخ کبیر طبری. البته در رابطه با خلافکاری و فحشای این کلمه قرآن است، زنان پیامبر اسلام آیه در قرآن است و شاید این آیه در پی همین اتهامات جنسی به ماریه و عایشه و غیره سروده شده است، به ویژه که خود پیامبر اسلام احتمال آن را می‌داده است که امام علی را مأمور ترور متجاوز نموده است. اما آیه‌ای که در رابطه با فحشای زنان پیامبر اسلام آمده است در سوره احزاب می‌باشد: یا نساء النبی ما یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. آیه 30. ای زنان پیامبر، هر کس از شما که فحشا کند و این فحشا ثابت و روشن شود، عذابش بیشتر خواهد شد و بیشتر. انجام این گونه عذابها برای خدا آسان است. در جای دیگر در همین سوره احزاب آیه آمده است که زنان پیامبر اسلام از اینکه با مردها به عشوه و ناز سخن بگویند منع شدند، تا جایی که پیامبر اسلام مجبور می شود دستور بدهد تا زنانش از پس پرده با مردان سخن بگویند. یا نساء النبی لستم تعود من النساء
ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلب مرض و قلن قولا معروفا. آیه 32. ای زنان پیامبر، شما چون زنان دیگر نیستید، تقوا و پرهیزکاری پیشه کنید و با خضوع و عشوه و نرم سخن مگویید تا آن مردی که در قلبش مرض است به طمع بیفتد. جدی و درست سخن بگویید. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت. و در خانه های خود بمانید و چنانچه در زمان جاهلیت خود نمایی می کردید، در بازارها و زینتها و زیبایی های خود را آشکار می کردید مکنید. پس از این کلن ورود مردها به خانه های پیامبر اسلام ممنوع می شود. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام. آیه 53. ای کسانی که ایمان آورده اید، به خانه های پیامبر داخل مشوید مگر اینکه شما را برای غذای دعوت کنند. و بعد میگوید که اگر هم دعوت شدید، پس از ظرف غذا خانه پیامبر را ترک کنید. شیخ تبرسی در تفسیر مجمع البیان در رابطه با این آیه می نویسد: پس از اینکه پیامبر اسلام زینب همسر زید پسرخوانده خود را به خانه آورده و او را عقد کرد، جشنی برپا نمود و گوسفندی را برای اصحابش کباب کرد و پس از اینکه همه غذا خوردن، پیامبر اسلام برخاست تا مهمانان بدانند که جشن تمام شده و باید بروند. همه خارج شدند جز چند نفر که بر جای ماندند و در حال گفت و شنود با زن پیامبر بودند. پیامبر اسلام خود نیز از خانه خارج شد تا اعرابی‌ها بدانند که باید خارج شوند. پس از چندی که حضرت محمد به خانه بازگشتید که چند عرب همچنان مشغول خوشوبش کردن با همسر او و یا همسران وی هستند. در اینجا بود که این آیه تلاوت شد تا این افراد از خانه خارج شوند. و چون تازیان شدیداً به زنان زیبای حضرت محمد چشم داشتند، در همین سوره احزاب ازدواج با زنان پیامبر اسلام پس از مرگ وی ممنوع اعلام می شود. و ما کان لکم ان تعزوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعد ابدا. آیه 53. نباشید چنان که آزار دهید پیامبر خدا را، و نه اینکه زنهایش را بعد از او هرگز به زنی گیرید. عرب که نسبت به زنان زیبای پیامبر اسلام حسادت می‌ورزیدند، مرتب با هم می‌گفتند که چرا حضرت محمد می‌تواند هر زنی را انتخاب کند و حتی زنان ما را به کابین خود درآورد. اگر او بمیرد، ما هم با زنان زیبای او ازدواج می‌کنیم. اما پیداست که یک مسئله تاکتیکی و مقطعی بوده است که نه دستور دائمی و همیشگی. یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلا بیبهن ذالک ادنا ای یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفور رحیم. آیه 59. ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو تا خود را بپوشانند و این برای اینکه شناخته نشوند و زیبایی‌هاشان به چشم نیایند خوب است که آزار نبینند. آیات قرانیق 11. اما اصلی ترین مسئله‌ای که در رابطه با خطاهای پیامبر اسلام در قرآن موجود است آیات قرانیق می باشد. این مسئله در هنگامه های اولیه انقلاب اسلام سر و صدایی به راه انداخت و در پی آن نیز خیلی کم در تاریخ به عنوان روایت تاریخ مطرح شده است و ما در اینجا به نقل از کتاب تاریخی که توسط یکی از علمای شیعی به نام محمد ابن جریر طبری نوشته شده است و مجموعه این تاریخ در ایران توسط ابوالقاسم پاینده به زبان شیوا و روان پارسی ترجمه شده است و در سالهای 1352 و 1362 و 1363 به چاپ رسیده است، اینن مطلب مربوط به این مسئله را که شیطان سخنانی به زبان پیامبر اسلام آورده و آیاتی را سروده است که الهی نبود و بعد قرآن گفته است شیطانی بوده از قرآن حذف شده است را می آوریم. قبل از هر چیز تأکید نکته ضروری است و آن این که این مسئله را برای اولین بار سال 1362 در کتاب از میترا تا محمد به طور خلاصه این جانب طرح کردم و تکرار آن در این نوشته بدین خاطر است که هنگامی که از قرآن سخن میگوییم لازم است تا حد اکثر مطلب و گزارش و خبری که پیرامون این کتاب در تاریخ مطرح بوده است را بیاوریم.
اما طبری در مورد آیاتی که شیطان به زبان پیامبر اسلام جاری می کند می نویسد: چون پیامبر اسلام دید که قوم قریش از او دوری می کنند و این کار برایش سخت بود، آرزو کرد که چیزی از پیش خدای بیاید که میان وی و قوم نزدیکی آرد، و چون این اندیشه در خاطر وی گذشت و خداوند این آیات را نازل فرمود: و نجم و اذا هوا ما زل صاحبکم و ما قوا و ما ینطق الهوا. سوره نجم آیه 1-3. قسم با اون ستاره وقتی فرو رود که رفیقتان نه گمراه شده و نه به باطل گرویده است و نه از روی هوس سخن می کند. و چون به این آیه رسید که افراتی ما لات و العزا و منات و سلاس الاخرى، سوره نجم آیه 19 و 20، مرا از لات و عزا و منات سومین دیگر خبر دهید. در این هنگام شیطان بر زبان وی انداخت که لا تلک الغرانیق الاعلا و ان شفاعتهن ترتزا. این بتان والا هستند که شفاعتشان مورد رضایت است. و چون قریشیان این بشنیدند خوشدل شدند و از ستایش خدایان خیش توسط حضرت محمد خوشحالی کردند و بدو گوش دادند. و چون پیامبر اسلام در قرائت آیات به محل سجده رسید سجده کرد و مسلمانان نیز با او سجده کردند و مشرکان قریش و دیگران که در مسجد بودند به سبب آن یاد که پیامبر از خدایانشان کرده بود به سجده افتادند و هر مؤمن و کافر آنجا بود سجده کرد. و چون قریشیان از مسجد بیرون شدند خوشدل بودند و میگفتند حضرت محمد از خدای ما به نیکی یاد کرد و آن را بتان والا نامید که شفاعتشان مورد رضایت است. پس جبرائیل بیامد و به پیامبر اسلام گفت: ای محمد، چه کردی؟ برای مردم چیزی خواندی که من از پیش خدا نیاورده بودم و سخنی گفتی که خدا با تو نگفته بود. و پیامبر اسلام سخت غمگین شد و از خدای بترسید و خدای عزوجل با وی رحیم بود و آیه نازل فرمود و کار را بر او سبک کرد و خبر داد که پیش از او نیز پیامبران و رسولان چون وی آرزو داشتند و شیطان آرزوی آنان را در قرائتشان آورده است و آیه چنین بود: و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلغ الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. سوره حج آیه 52. پیش از تو رسولی یا پیامبری نفرستادیم مگر آنکه وقتی قرائت کرد شیطان در قرائت وی الغا کرد. خدا چیزی را که شیطان القا کرده باطل می کند. تاریخ الملوک الرسول از صفحه 180. به درستی پیداست که پیامبر اسلام که در صدد بود با مصالحه و مذاکره یا با هجوم و حمله و جنگ یا با موعظه و عقد قرار داد و یا با پذیرش ادیان پیش از خود سپاه اسلام را فشرده تر نماید، چنانچه در صفحات قبل دیدیم، مثلا تمامی ادیان پیشین چون زرتشتی، یهودی، مسیحی، ستاره پرستی و غیره را به رسمیت شناخته بود، بدیهی است. چنانچه طبری گفته است: پیامبر اسلام در نظر داشته که با پذیرفتن شفاعت و بزرگی بت‌های قریش بتواند آنان را نیز به آیین خود درآورد که موفق هم می‌شود، زیرا تمامی مشرکان به همراه وی به سجده رفتند و شهادتین را می‌دهند. و از طرفی سه بت بزرگ قریش، عزا و منات و لات، بتانی هستند که تا قبل از پیدایش اسلام در کعبه بوده و خود پیامبر اسلام همان کعبه را با همون بت‌ها طواف می‌کرده و پدرش کلیددار آن بوده و پدر بزرگ‌ها و عموهایش نام‌هایشان با پیشوند نوکر و پسوند نام همون بتان بوده است، چون عبد مناف که جد بزرگ پیامبر اسلام است، عبد مناف یعنی نوکر بت زیبای مناف، عبد عزا یعنی نوکر عزا و عبد الدار یعنی نوکر بتخانه خدا. زیرا می دانیم که اساس مسلمان شدن در آن هنگامه که تا به امروز هم مانده است گفتن دو جمله بوده است: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. گواهی می دهم که هیچ خدای جز الله نیست و گواهی می دهم که محمد پیامبر الله است. این بازی با این دو جمله تا به امروز در میان شیعیان و سنیان همچنان باقی مانده است. مثلا یک جوان غیر مسلمان که عاشق یک دختر مسلمان می شود فقط لازم است این دو جمله را بگوید تا اولیا و غیره قبول کنند که طرف مسلمان شده است. دو خاطره از این بازی شهادتین را بازگو می کنم. در بیروت با جوانی اسپانیایی آشنا شدم که می گفت نزد یک روحانی مسلمان زندگی می کند و مرا هم روزی به خانه اش دعوت کرد. روحانی مسلمان که شیخ بزرگی بود و کلی مرید داشت به من و همه مریدانش می گفت این جوان را مسلمان کرده است.
جوان نامش خوزه بود و خانواده شیخ او را حسین صدا می کردن. شیخ یکی از بهترین اتاقهای منزلش را به جوان اسپانیایی داده بود و هر صبح و زور و شام هم صدایش می کرد و بر سر سفره می نشست و حتی پول توجیبی هم به خوزه می داد. وقتی که من به اتاق خوزه وارد شدم دیدم صلیبی به دیوار آویزان است، صلیبی روی میز است و خوزه هم صلیبی به گردن دارد و مرتب کتاب انجیل را می خواند. با دیدن این همه متعجب شدم و در خلوت از خوزه پرسیدم اگر تو مسلمان شده ای پس چرا هنوز با صلیب و انجیل زندگی می کنی؟ خوزه با خنده گفت نه، من هرگز مسلمان نشدم و همچنان مسیحی هستم و تازه من یک مسیحی متعهد و خادم کلیسا هم هستم و الان هم برای کلیسا مشغول تحقیق در جامعه اسلامی هستم. به دو گفتم پس چطور شیخ جلوی همه مریدانش مدعی است که تو مسلمان شده و تو چیزی نمیگویی؟ خوزه گفت با حساب کتاب شیخ من مسلمان هستم، چون دو جمله عربی از من خواست بگویم من هم گفتم، اما برای خودم من مسیحی هستم و گفتن آن دو جمله چیزی از من نکاست بلکه بسیار برایم بهره داشته دارد که تو خود شاهدی. خاطر دوم مربوط می شود به یک دختر خانم هموطن زیبا و دانایی که روزی به من خبر داد می خواهد با جوانی فرانسوی ازدواج کند و جوان هم قبول کرده که مسلمان شود. روزی که جوان را دیدم به شوخی از او پرسیدم که برای ازدواج حاضری مسلمان شوی؟ در پاسخ هم گفت اساس فکر من ازدواج با این محروس و گویا مسلمان شدن هم گفتن دو جمله آن هم به زبان عربی است و برای دسترسی به این عزیز رعنا من حاضرم یک کتاب به زبان عربی بخوانم. چه رسد گفتن دو جمله که چیزی از من نمی کاهد و چیزی هم بر من نمی افزاید. باری حتی ابو سفیان آن دو جمله را هم نگفته بود و به همان آیین بست پرستی خود مانده بود، اما خانهش با کعبه همسان بود و این مسئله جنبه مثبت نژادی پیامبر اسلام را می رساند که وی نژاد قریش را دوست و محترم می داشت. با همه تفکری که بودند و چنانچه در میترا تا محمد نوشتیم، حتی به سران قریش می گفت که با پذیرفتن آیین من گنجینه‌های مدائن را از آن شما خواهم کرد و می دانیم که وعده های جنات تجری من تحت آل انهاره را اعراب وقتی به خراسان رسیدن گفتند. این همان بهشتی است که پیامبر وعده داده بود، زیرا که در شبه جزیره عربی جز خشکی و صحرا چیزی نبود. پس وعده آب و مکانهای پوشیده از درخت جنگل جنات بود و حوریان وعده داده شده را نیز، تازیان همان بانوان و دوشیزدگان محرو و دلربای پارسی و بابلی و آسوری و رومی می دانستند که در پی هجوم خیش به عنوان غنیمت صاحب می شدند و مردم هم نوکر و بنده و موالی می شدند و تازیان ارباب و مولا و سید. سیدی و سیادت از کجا آمد؟ اینجا گفتنی است که سید که میلیون هایش در ایران هست، اینها حتما فرزندان حضرت محمد یا حضرت فاطمه نیستند بلکه عربی زاده هستند، زیرا قریش خود را آقای جهان یا سید جهان پس از اسلام می دانست و کلمه سید در زبان عربی به معنای آقا بود. اعراب در پی هجومشان به ایران همه را برده می پنداشتند و خود را آقا و سید، و زنانی که به کابین تازیان مهاجم در می آمدند فرزندانشان سید خوانده می شدند و این خود یک برتری اجتماعی بود، زیرا که تازیان حاکم بودند و غیره. و به عنوان مثال در ایران اکثریت سیدها یا حسینی هستند و یا موسویها، و من با احترامی که برای هموطنانم و تمامی آدمیت دارم بایستی به آگاهی برسانم که قصد من از طرح این قضیه اصلا و ابدا توهین و بی احترامی به هیچ کس نیست، بلکه میخواهم از هان روشن شود و مطمئن هستم آنانی که ذهنشان روشن شود خود اگر خواستن نام سید را از ابتدای اسمایشان برخواهند داشت. چنانچه در طی این چند سال دوستان بسیاری در اروپا در پی طرح دو دقیقه مسئله قانع شدند. باری می دانیم وقتی که می گوییم موسوی یعنی فرزندان امام موسای کاظم و بطلان این القاب از همینجا پیدا می شود که چطور می شود امام موسای کاظم که حدود 15 سال در زندان بوده است و در جوانی هم از دنیا رفته است می توانسته این همه فرزند بر جای بگذارد، و یا امام حسینی که در کربلا شهید می شود و تمامی فامیل و یارانش نیز در آنجا به قتل می رسند امروز این همه حسینی در میان شیعیان باشد. بلعکس اگر حسنی، طباطبایی و فرزندان امام حسن این روزها و آن روزها اکثریت را داشتند باز منطقی تر بود، زیرا که ایشان چنانچه که همه علما هم معترفند صدها کنیز و صیغه داشته و تعدادی هم عقدی، و خصوصا این که توسط یکی از همسرانشان و با توصیه معاویه به وعده ازدواج بایزید مسموم می شود.